عرض درود و سلام گرم خدمت همه همکاران عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر و همه بینندگان عزیزی که از طریق یوتیوب در امروز 26 ژانویه 2023 دارن ما رو تماشا میکنن. ما از طریق نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا امروز برگزار میکنیم یک برنامه ماهانه خودمون رو که در این جلسه ما هم بحث آزاد رو داریم و هم یک سری سخنرانی پرسش و پاسخ و گفتگو و تبادل نظر داریم. سخنران های ما در امروز جناب اصغر سامانی هستند که با موضوع بررسی کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و همچنین خانم ایران دخت کیا که در مورد صدور احکام قضایی سنگین برای معترضین در ایران و بحث آزادمون هم که در خصوص آزادی بیان هستش. تشکر میکنم از تک تک همکاران عزیز که در این جلسه شرکت کردن. ازتون خواهش میکنم که دوربین های خودتون رو باز کنید و حضور فعالانه داشته باشین در جلسه. اگر اجازه بدین جلسه‌مون رو شروع میکنیم با اولین سخنران جناب اصغر سامانی. دوستان مایک رو براشون باز کنید که بشنویشون. با سلام خدمت همه دوستان، شب شما بخیر. تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. موضوع سخنرانی امروز کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی به طبیعی جهان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. من توضیح بدم در مورد میراث جهانی یونسکو که چیه. در 16 نوامبر سال 1972 یک قانون عهدنامه قانونی بین کشورها نوشته شده، در یونسکو تصویب رسیده، به نام میراث جهانی یونسکو هم معروفه، که این عهدنامه برای حفظ آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی که حساسیت زیادی دارن و اهمیت بالایی در جهان دارن و فارغ از حالا نژاد، ملیت، کشور، مذهب و اینا، چون این آثار به همه دنیا تعلق دارن و با این آثار میشه تبادل اطلاعات کرد و فرهنگ‌ها رو انجام داد، این آثار مهم بودن و این قانون در این سال نوشته شد. حالا ابتدا کشورها به مرور به این قانون پیوستن که در حال حاضر 167 کشور عضو داره و جمهوری اسلامی هم، حالا جمهوری اسلامی که نبود، که دولت شاهنشاهی اون زمان در از کشور ایران در تاریخ 27/8/53 مجلس سنا تصویب کرد و ایران هم وارد این کنوانسیون شد. حالا این کنوانسیون به دو شکل، یکی میراث فرهنگی و طبیعی، که حالا بحثی که هستش میراث فرهنگی را حالا خود کنوانسیون به این شکل تعریف میکنه، میگه آثار مثلا آثار معماری، مجسمه سازی، نقاشی، بناها، ساختمانها و این مسائل، یا حتی کتیبه ها، غارها و چیزهایی که ارزش تاریخی دارن، ارزش جهانی دارن از نظر معماری یا از نظر تبادل اطلاعات و یا هنر، یا بین نشان دهنده چند دوره هستن، دوره حالا زندگی یا حکومت ها هستن که ارزش جهانی دارن، اینها رو به عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته. و کشورهایی که در این کنوانسیون عضو شدن با هم عهد و پیمان بستن که ابتدا بیان میراث فرهنگی خودشون، حالا چه طبیعی چه فرهنگی خودشون رو که ارزش جهانی داره و خودشون تشخیص میدن، بیارن و معرفی کنن برای ثبت جهانی و بعد از اون هم ازش حفاظت کنن و همچنین متعهد هستن که در حفظ و حراست میراث فرهنگی که در این یونسکو به ثبت میرسه به کشورهای دیگه هم در صورت نیاز و توانایی بتونن کمک کنن.
که حالا این قانون، این کنوانسیون تشکیل شده از یک مقدمه، حالا خدمتتون گفتم که تعریفات بود، و 38 ماده که حالا به خاطر ضیق وقت همه ماده‌هاش من داشت عنوان نمی کنم. حالا دکتر، یکی از مهمترین قسمت‌هاش همین که کشورها با هم همکاری داشته باشن، با هم تبادل اطلاعات داشته باشن، و در صورتی که کشوری یکی از آثارش که به ثبت رسیده اگر به هر دلیلی آسیب ببینه میاد و نتونه رفع کنه یا معارضی داشته باشه نتونه رفع کنه، میاد و جزء آثار در معرض خطر ثبت میشه اونجا. و وقتی ثبت شد باید کشورها، البته قبل از ثبت یونسکو میاد چیکار، تا اونجا که میتونه مشورت میکنه، راهکار میده که به توافق برسن که ثبت نشه. اگر ثبت شد باید کشورها به همدیگه کمک کنن، چه از نظر مالی چه از نظر فنی، که بتونن اون مسئله را رفع و رجوع کنن. حالا قسمت مالی، هر کشور هر دو سال یک بار یک حق عضویتی پرداخت میکنه، حالا این مبلغی که مشخص شده. در به غیر از وسایل مالی، اگر یک بحثی هم هست، کمک هایی هستن که شاید یک سری نهادها یا افراد و سطح بشر روز جنوره یا هدیه بخوام بدن، اون هم در سمده جمع آوری میشه. اگر سیستمی در حال آسیب دیدن باشه یا آسیب ببینه یا در معرض خطر باشه، برای رفع کردنش کمک های مالی میدن و در حدی که در توانشون باشه. ما بقیه رفع کردن معارض و یا ایراد اون بنا بهده کشور مربوطه هستش. و در این مورد از نظر کارشناسی، طراحی و کارهای دیگه‌ای که کشورهای دیگه میتونن انجام بدن که بحث مالی نیست، اون هم متحد میشن نسبت به هم دیگه که این کارم انجام بدن. و بعضی از آثار هستن، حالا بیشتر شد میراث فرهنگی باشه یا میراث فرهنگی ناملموس باشه که الان موجوده، که شاید مشترک باشه بین چند تا کشور، اون هم در این کنوانسیون قابل ثبت است و ثبت میشه. و این ثبت شدن باعث مسائل، مثلا مسائل سیاسی و دیگر مسائل رو پیشینه میاره و حق حاکمیت کشورها سر جای خودش میمونه و به اون صدمه نخواهد زد که بتونن این میراث هم ثبتش بکنن. بله. و صندوق هم که خدمتون گفتم، حالا بخش های شرایط بند هایی که مهم هستن رو من خدمتون میگم که اهمیت ده. و بحث دیگری هم که داره، خب این کنوانسیون هم به زبان های انگلیسی، عربی، اسپانیایی و روسی ترجمه شده و همه نسخه واحد دارن. هر کشور هر زمان که میتونه از این کنوانسیون خارج بشه و قراردادش رو فسخ بکنه، از این بابت هم موردی نداره. این کنوانسیون هستش که ایران هم این کنوانسیون رو قبول کرده و وارد شد. بعد از اون یک کنوانسیون دیگه داریم برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، البته خوب این در ادامه تکمیل این هستش، اونم در 17 اکتبر 2003 در پاریس به ثبت رسیده. این هم اهداف این کنوانسیون هم پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، نهادینه سازی، احترام گذاشتن به این فرهنگ‌هاست، ارتقا و تبادل اطلاعات. خب این به اهدافش، حالا یک به صورت خلاصه وار هم خود میراث ناملموس هم ذکر کنم. سنت‌ها و بیان‌های شفاهی و زبان محلی خاصی اگه باشه، هنرهای اجرایی، آیین‌های اجتماعی، جشن‌های خاصه، کنش‌های خاصی صنعتگری، اینها موضوعاتی هستن که به صورت ناملموس هستن. این تا اینجا قوانینی که به صورت بین‌المللی وضع شده. حالا خود دولت ایران و بعد از اون جمهوری اسلامی ایران اومده یک سری قوانین و مقرراتی را به تصویب رسونده. من که اونها را به صورت خلاصه بر خدمتتون میگم. ببینید، قانون مربوط به حفظ میراث فرهنگی مصوبه 12-8-1309 در 20 ماده بوده که بحثش حفاظت از میراث فرهنگی ما بوده، که یکی از ماده‌هاش که ماده یکی اینه که بیشتر تعریف هم هست خدمتتون عرض می‌کنم، میگه کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا انتهای دوره زندیه در ایران احداث شده، اهم از منقول و غیر منقول، جزء آثار ملی ایران محسوب شده و باید تحت نظارت و حفاظت قرار گیرد. در سال 1309 حالا عنوان معقول که
انبالی هستند که به قول معروف قابل حمل هستند، غیر منقول هم حالا ساختمان ها یا بناهایی هستند که به نوعی در زمین احداث شده و قابل حمل نباشند. بحث معنای منقول و غیر منقول. بعد از اون قانون ثبت آثار ملی مصوب 12/1352 که میگه آثار غیر منقول دارای اهمیت باید ثبت گردد. بعد از اون قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347 این هم اومده، حالا خلاصه بام خدمت از خودم، اومده به دولت اجازه داده قسمت حالا میراث فرهنگی که بیا چیکار کنه اگر تأسیسات یا اراضی یا ساختمون یا محلی هستش که باید به صورت آثار ملی ثبت بشه و یا در شاید در یک زمینی که کشاورزی حتی یک قطعه مثلا خاصی پیدا یک فضای خاصی پیدا بشه که جزء آثار ملیه، به دولت اجازه داده که بره با شخص به توافق برسه و این زمین ها خریداری بکنه. حالا اگه حتی در این قانون به خاطر اهمیت میراث فرهنگی به دولت اجازه داده که اگر شخص کنار نیاد زمینش رو نفروشه، زمین کارشناسی میشه مثلا قدر گستره به هیئت های مربوطه، 5% به بهای آن اضافه میشه به خاطر هزینه های کارشناسی، یعنی حتی اومده هزینه کارشناسی را به عهده خود دولت گذاشته، بعد ارائه میکنه دوباره، چون اگر شخص در اون محل زندگی میکنه 5% اضافه میشه بهش، 10% ببخشید، اگر شخص محل کسب و درآمدشه تو محل هست 15% دیگه به بهای ملک باید اضافه بشه که شخص راضی بشه و از اون محل خارج بشه. یعنی تا این حد اهمیت داشته براشون و اهمیت داره. بعد از اون دوباره اومده قانونی وضع شده که ساختمون ها و ابنیه هایی که جزء آثار ملی هستن از عوارض شهرداری معافن. حالا این مسبب 28/1171 و یک لایحه دیگه، هر لایحه دیگه هست، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام افعال غیر مجاز، این هم 27/2/58 که در این لایحه میگه که حالا مهمترین قسمت هاش اومده میگه کسی حفاری انجام بده مثلا تو زمینی که کشاورزی خودش یا ملک خودش و اشیایی پیدا کنه، اون اشیا رو باید تحویل مقامات مربوطه بده، مقامات مربوطه باید بعد از بررسی ها و اون جنس رو تخمین بزنن بررسی کنن و اگر طلا و جواهرات و چیزی باشه باید وزن کشی بشه و 2 برابر وزنش به قیمت روز، اگر مثلا طلاست وزن خام طلا رو بگیرن در بازار و 2 برابر وزنش به اون طرف عنوان پاداش رای بدن و حتی اگر زمین خودش نباشه و پیدا کرده باشه باید نصف این عدد را بهش پرداخت بکنن و اگر طلا نیست شاید به فرض یک جسم مثلا کوزه سفاله چیزیه که خب نمیشه چی کرد اون که بیسش گله نمیشه بهش پولی داد، بابت اونم ارزش گذاری میشه و قسمتی از ارزش گذاری شده کارشناسی زمان که تحویل داده را بهش پرداخت میکنن، بابت اینکه تشویق بشن افراد که افراد غیر مجاز انجام ندن، اگر هم انجام دادن یا به چیزی برخوردن یا حالا عمدن غیر عمدن برخوردن بتونن تحویلش بدن. در این راست باز اومدن قانونی بس کردن، قانون ضروری عقص مجوز برای ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده دستگاه های فلزیات در تاریخ 15/12/1379 که در این قانون حالا مهمترین بخشش اومده بحث های این مجوز عقص مجوز خرید و فروش و نگهداری و همین این کارها رو گذاشته بر سازمان میراث فرهنگی، گفته سازمان میراث فرهنگی باید هر کس خواست شخصی یا حالش به صورت شرکت از این دستگاه استفاده کنه یا خرید و فروش هر کاری بکنه باید از سازمان میراث فرهنگی بر اجازه بگیره. حالا بجز مواردی رو مستثنا کرده مثلا مثل ارتش یا مثلا نیروهای مسلح نیاز به دستگاه فلز چیزی داشته باشن یا نیروهای خاص اونها میتونن رسن اقدام کنن و خریداری کنن. بعد نظامنامه در بر اساس قانون سال 1309 نظامنامه برای آثار عتیقه تاریخ 28/8/1311 وجود داره که میگه کلیه آثار سنتی اقوامی تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران منقول غیر منقول
عتیقه حساب میشن. بعد از اون در سال 58، یک پنج 58 تصمیم نامه دارن جهت لغو عوارض گمرکی ورود اشیاء عتیقه به داخل ایران. اگر شخصی عتیقه ای را از خارج کشور وارد ایران بکنه، حالا بر دلیل اونجا بوده یا حالا برفتی که بوده یا حالا خریداری کرده یا وارد خارج کرده، وقتی وارد ایران میکنه هیچ عوارض گمرکی به این تعلق نمیگیره و موردی نداره و میتونه راحت به داخل ایران بیاردش. بعد از اون یک تصمیم نامه دیگه ای داریم در تاریخ 26 اسفند 1337 که این تصمیم نامه جلوگیری میکنه از دفن اموات در اماکن تاریخی ما. اینکه خاطر اینکه تخریب نزنن و حجم خود زیاد میشه اونجا کسی رو دفن نکنه. بعد در سال 1337 5 اسفند 1337 تصدیق نامی داریم در مورد حفظ یادگاری های تاریخی و ابنیه و امارت های آثار ملی. اگر چیزی داخلشون هست این هم باید حفظ بشه. و یک اصلاحیه دوباره داریم برسته برای خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات در تاریخ 10-5-51. بعد از اون در سال 1381 30-11-81 تصدیق نامی هیئت وزیران است در مورد تشکیل کارگروه غارشناسی برای ایران. 7-11-81 آیین‌نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی به این شکلی که هر کس نهادهای دولتی حالا چه عمومی و دولتی اگر ساختمونی دستشون هست، اگر هر گونه چیزی دارن که جزء آثار ملی حساب میشه و یا به اون حد رسیده که جزء آثار ملی الان محسوب میشه، باید حفظ حراست هم خودشون انجام بدن و هم زیر نظر میراث فرهنگی باشه. زیر نظر باید میراث فرهنگی بره اونو ثبت کنه، ارزش گذاری کنه، کارهایی که مربوط به میراث فرهنگی انجام بده، همزمان به اداره مالیات دارایی و مالیات هم ارجاش بده. و دوباره یک آیین نامه داریم، آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوبه 28-381 شورای امنیت ملی که اینا مصوبه کرده که متاسفانه در این خب اومده به ریاست خود میراث فرهنگی کمیته تشکیل شده نیروهای مسلح و بقیه ارگانهای مربوطه که بتونن اماکن را چطور حفظ حراست کنن، تابلو بزنن که جلوگیری بشه کسی ورود نکنه، کسی تعرض نکنه. ولی در این قانون مثلا سپاه دخیل هستش، یکی از مشکلاتی که داره، یکی از افراد دخیل ارگانهای دخیل در این قانون و این آیین نامه خود سپاه هستش. و قانونی هم داریم، قانون حمایت از مرمت و احیای باختهای تاریخی مصوبه 12-498 آخرینش باشه. با توجه به اون دو کنوانسیون، دو تا کنوانسیون و حالا قوانین بین المللی و این تپونزمور قوانینی که از سال 1309 تا الان چند وقت کشی که به تصویب رسیده بابت میراث فرهنگی ما، باز هم میبینیم که متاسفانه میراث فرهنگی بسیار صدمه دیده. قبل از اینکه به دلایل و صدمه دیدنش به دلایلش و نوعش هم برسم که مقایر با قانون اساسی و با متوانین تمام قوانینی که خود دولت وضع کرده و یا قوانین جهانی که خود دولت قبولشون کرده، قصد خدمتتون میگم ما خود ایران هم البته میراث فرهنگی و طبیعی که تونسته تا امروز ثبت کنه در 26 میراث فرهنگی رو تونسته در ثبت کنه ایران که حالا من بسید تیتر واقع نتونست می کنم. یکی زیگورات یا چه قازنبیله که حالا سال 58 شمسیه، سالهای که خدمت از همه شمسیه، میدان نقش جهان اصفهان سال 58، تخت جمشید اونم سال 58 که بعد از اون تا چند سال توقف داشتیم و چیزی ثبت نشده. بعد از اون به حالا به ترتیب سال تخت سلیمان سال 82، دام و چشمانداز تاریخی آن سال 83، پاسارگاد، گنبد سلیمانی زنجان، بیستون، ترتیب حالا سال 85، مجموعه آثار اهرامنه ایرانی که سه تا کلیسا هستش، سال 1387، کلیسای قره کلیسا تو آذربایجان غربی، دو تا کلیسای دیگه است، سازه های آبی شوشتره در شوشتر، سال 88، آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیل در اردبیل سال 89، مجموعه بازار تاریخی تبریز تبریز سال 89، چندین باغ ایرانیه که به ثبت رسیده این هم سال
1390، حالا تیتوار، باغ پاسداران شیرازه، باغ ارم شیرازه، باغ چهلستون اصفهان، باغ صنعتی دوره صفوی هستش، باغ فین کاشانه، باغ ماهان کرمانه، باغ اکبریه بیرجنده، باغ دولت آباد یزد، باغ پهلوان پور مهریز یزد دوباره، باغ عباس آباد بهشهر و گنبد قابوس. اینو ببخشید، باغ عباس آباد، گنبد قابوس جدا که در سال 91 به ثبت رسیده، مسجد جامع اصفهان سال 91 به ثبت رسیده، کاخ گلستان سال 92 به ثبت رسیده، شهر سوخته سیستان بلوچستان سال 93، چستانداز فرنگی میمند کرمان سال 94، شهر باستانی شوش سال 94، قنات ایرانی سال 95 که هلوش 7 تا قنات، که حالا قنات های گناباد، قنات های به صورت خلاصه قنات های کرمان، اردستان، اصفهان و عراق هستش که سب رسیده. منابع اینها میراث فرهنگی هستن. حالا بحث منابع میراث طبیعی ما میشه گفت که دشت لوته که سال 1395 که لوته شمالی مرکزی و جنوبی شهر تاریخی یزده به سب رسیده. و منظر باستانشناسان ساسانی سال 1397، جنگل های هیرکانی سال 98، راهان سراسری ایران 1400 و منظر فرهنگی برومان این هم سال 1400 دقیق کوهستانی. اینها آثار میراث‌های فرهنگی و طبیعی ما هستند که تا امروز به ثبت رسیدن. در کنارش میراث جهانی نومالیسی هم داریم در ایران که اینها هم به ثبت رسیدن که 21 مورد هستش. اینها مثل تیت واقعی پنات نرز میکنم، یکی موسیقی ایران سال 88 شروع شده، هنر نمایش آیه تعزیه هستش، مهارت قالی بافی سال 89، قالی بافی کاشانه این استان فارس بود سال 89 و قالی بافی کاشان سال 89، پهلوانی و زورفانی سال 89، موسیقی بخش خراسانی 89، آینه نقالی و قصه گویی سال 90، دانش صنعتی لنج سازی سال 90، آینه قالی شویی کاشان، نوروز، عید نوروز، فرهنگ پخت و پز و تقسیم نان لواش، چوگان، هنر ساخت و نواختن کمانچه است، مهارت ساخت و نواختن دوتار، آیین زیارت کلیسا است، نگارگری و مینیاتور، برنامه ملی پاسداری از هنرهای صنعت، خوشنویسی شب یلدا یا شب چله است که البته این مشترکم با افغانستان به ثبت رسیده، مهارت ساز و نواختن عود، سوزندوزی و پرورش کرم ابریشم. اینها میراث ناملموس هستند که من تونم عرض کردم در مجموع 167 کشور عضو کنوانسیون هستند که در این میان ایتالیا با 58 اثر میراث فرهنگی و طبیعی بیشترین اثر رو ثبت کرده. جناب سامانی اگر تا 3 دقیقه دیگه جمع بندی کنید. باشه باشه. و میراث و خود ایران 26 اثر رو به ثبت رسونده که رتبه دهم داره در این بین. بیشترین آثاری که الان بیشترین نقضی که با قانون اساسی و کنوانسیون ها در حال حاضر در ایران شده، حالا به صورت تیتر ما خدمت عرض کنم، ساخت به بناهای بلند در حریم که نمونهش برج جهان نمای اصفهان بود که دید نقشه جهان اصفهان از بین برد که با سالا کش و قوس بالاخره شهرداری حاضر شد که قسمت ساختمون رو کوتاه کنه که نقشه جهان در لیست ساختمان‌ها در معرض خطر قرار نگیره. خود مترو اصفهانی که برای تمام آثار باستانی اصفهان الان مشکل ساز شده. زلزله است که آثار خب طبیعیه ولی خب دولت باید بابت منابعی که زلزله خیزن با سابقه زلزله دارن باید بیاد برای اینها مقاوم سازی انجام بده یا طرح‌های مهندسی اجرا کنه که نشده تا حالا که دیدید که ارگ بهم هم در یک زلزله کلا نابود شد. فرونشسته زمین هاست که بیشتر اینها در اصفهان، چون آثار تاریخی اصفهان هست همه جا بیشتره و بیشتر در معرض خطره. یک مورد دیگه آبگیری سطح هاست، مثل سطح سیبند شیراز بود که مشکلاتی برای کاخ هخامنشی و قسمت تخت جمشیدان مشکل پاسارگاد پیش می آورد و جدیدن هم خدا آبگیری سد چمشیره که اونم آثار باستانی داره. عملیات تقویه نفت و گاز که بیشتر حالت انفجار بیشترین صدمات به زیگارات یا همون چغال زنبیل وارد میکنه. حفاری غیر مجازه که بازار سیاه عتیقه است که این هم حالا هم افراد هم دولت درش دخیل هستش بعضی از نهادها. یکی تخریب و نابودی عمدی سازماندهی که از اول انقلاب از میدونید که آقای خلخالی از مردش تخت جمشی شروع کرد که خب حالا جلوشو گرفتن. بعد از اون در تبریز مبادی ساخت مسلح
علی شاه تخریب شد، یک سال میذاشتیم در تبریز سالن تئاتر شیرخوش، اون هم بابت مصلی و اعلامیه کارها تخریب شد. و در چند سال پیش قسمتی از شاه چراغ تخریب شد بابت توسعه ساختمان ها. و یک مشکل دیگه هم کلان هستش، آثاری که با اسلام و به خصوص با شیعه تقابلی داشته باشه، دولت سعی میکنه یا از بین ببردش یا اینکه بهش بی توجهی کنه تا از بین بره. و ساختمان هایی هم که چندین سال به عنوان آثار ملی ثبت شدن، دولت به مرور بهشون نمیرسه و از لیست آثار ملی خارجشون میکنه که بتونه تخریبشون کنه، که چند مورد در تهران اتفاق افتاد و تخریب شدن. و بی توجه های زیادی هستش، سرقت هستش، چه هست اشیاء را به صورت بدون شناسنامه انبار میکنن که بتونن بعدها سرقت کنن، مرمت های غیر اصولیه مثل مسجد اصفهان، کاشیکاری مسجد اصفهان، و مسائل سیاسی و اداری ادغام و مشکلی که الان هستش، خود میراث فرهنگی را وزارت خونه کردن و زیر نهاد ریاست جمهوری خارجش کردن، که این باعث میشه فشار سیاسی روی وزیر باشه که نمیتونه تصمیمات خوبی بگیره، چون به راحتی میتونه استیضاح کنه. و الان آثاری هم که داریم بطوران اوچه غازنبیر و بعضی از مسائل هم هستن که افراد حالا غیر از سازماندهی شده میرن، رفتن مثل بیشاپور که رفته بودن با پوک میرستانه رو قراب کرده به قسمت میرستانه. و این مسائله که این چند مثال اتفاق افتاده و متاسفانه میراث فرهنگی حالا چویه فرهنگی ما به شدت صدمه دیده و آسیب دیده، که امیدواری و مهمتر از این هم خدمتون بگم تمام رؤسای میراث فرهنگی، حالا چه قبلا مدیران مدیر کلها، چه حالا وزیر با گذار، و هیچ کدوم تستویس ندارن و اصلا نمیتونن داشته باشن، چون سه ارگان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هم اتمام شده که خودش سه تا ارگان جدا باید میبود، که این هم از مشکلاتی هست که گریبانگیری ایران شده. و متاسفانه تا کنم با این همه قوانین و مقرراتی که خود دولت ارائه داده، قبولشون هم کرده، نتونسته جلو بره. و امیدواریم که انشالله هر روز تخریب این آثار نبینیم، در لاقل توقف تخریب آثار رو ببینیم. من در اینجا یه بحث تموم میکنم و دستورم درد نکنم، تشکر میکنم که این وقتان در اختیار بنده گذاشت. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. سپاس از آقای اصغر سامانی به خاطر انتخاب موضوعتون و ارائه بسیار خوبتون با موضوع بررسی کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان. صحبت‌های خودشون رو جناب سامانی ارائه دادن. همکاران عزیز اگر که کامنتی یا سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم، و دوستانی که از طریق لایو هم ما رو می‌بینن با کامنت میتونن سوال خودشون رو بپرسن که از جناب سامانی در اون خصوص بپرسیم. خب من میبینم که جناب گلستانجو دستش رو بلند کرده، اگر مایک رو براشون آزاد کنید ممنون میشم. در 3 دقیقه کامنت یا سوال شما رو میشنویم. متشکرم خانم محبوبی عزیز. باز تشکر از جناب سامانی بابت موضوعی که انتخاب کرده بودن. بعد یه موضوع رو اشاره کنم که حالا ما با کشورهای دیگه کار نداریم، با قوانینشون مثلا شاید حالا با هم آشنایی نداریم، ولی با کشور خودمون خدمت شما که شاید یکی از ایرادایی رو که همیشه من شاهدش بودم در رابطه با هر کنوانسیونی در ایران اینه که حتی به طور کل جناب سامانی گفتن توی این دستورالعملی که توی اکثر کنوانسیون ها اومده که هر کشوری میتونه هر وقت بخواد انصراف بده، و حداقل میتونم بگم برای ایران هیچ کم نمیاد. یا اول اصلا چرا امضاش کردی، حالا چرا میخوای انصراف بدی؟ بگذاریم که حالا طی اون مدتی هم که امضا کرده متحد بهش نیست، ولی به نظر من یه نقطه ضعفه، برای اینکه هر کشوری حالا در یه مقطعی احتمالا فکر کرده مثلا به نفعشه عضو این کنوانسیون شده، حالا میبینه نه همش مثلا به اصطلاح براش منفعت نداره، یا من نمیخوام. اگر یه کنوانسیونی با یه همچین برنامه ریزی خوبی رو تره یه دهی نشستن پاش برنامهش چیدن، یه چیزی شده که فراخور همه کشورها باشه و برای همه منفعت داشته، دلیل نداره حالا مثلا من کشور ایران میگم نه دیگه من دیگه از این بعد نمیخوام. و
این به نظر من نقطه ضعف همه کنوانسیون هاست، حالا اکثر اونایی که من میدونم که این این عنوان توش هست. در رابطه با آثار فرهنگی یا تاریخی هم که باز دوباره در کشور ما، حالا میگم بر حسب اینکه اصلا کشور ما یه کشور استثنایی هست با همه قوانین دنیا متفاوته، چون حرف اول و آخر ولی فقیه میزنه، عملا هر گنجینه‌ای یا هر آثار باستانی، حالا نه اونایی که مثل تخت جمشید یا موارد دیگه، شهرهای دو سه مورد من خودم اطلاع دارم، شهرهایی که از زیر زمین کشف کردن، حالا مواردش حالا مثلا تاجی که مثلا در بیارن یا چه هم خراب شده شه، خیلی هاشون اصلا هیچ کس تو ایران خبر نداره، یعنی به جز اون تعداد افرادی که دست اندر کار هستن که میدونن یا همچین گنجینه از زیر زمین در اومده، کسی دیگه خبر نداره. برای همین حالا اونایی که خبر ندارن هیچی، اونایی که خبر دارن میشن هیچ کار خاصی نمیکنن و هیچ کس هم پیگیریش هیچ کس هم پیگیریش نیست. و کشورهای خارجی هم که حالا در سازمان ملل هستن و حالا همپیمان هستن در این یه همچین کنوانسیونایی، اونا مثلا خبردار نمیشن یا اجازه خبردار شدن بهشون داده نمیشه یا اصلا خبردار نمیشن. حالا من منظورم در واقع ایران، برای همین خیلی جای تاسف کنوانسیونایی به این قشنگی رو برنامه‌ریزی میکنن و ارائه میدن ولی هیچ پشتوانه اجرایی نداره. ممنونم مایکروفون دادین. سپاس جناب گلستان جو. بله دقیقاً همینطوره و میتونیم خوشبین باشیم که این کنوانسیون ها مثل یک چشمنداز، مثل یک رسالت هست که حالا ما یک مثل یک هدف هست که در مسیرش داریم حرکت میکنیم. اول برای ما ایرانی ها هم در این مسیری که داریم حرکت میکنیم برای این کنوانسیون ها یک دستانداز بزرگ داریم به نام جمهوری اسلامی که در وهله اول باید نابود گردد و بعد ما بتونیم بریم توی کشورمون و هر کدوم به واسطه تخصصی که داریم یه کارایی بکنیم و بیشتر از این اجازه ندیم که به ویرانه ای تبدیل بشه کشوری که پر از میراث و تمدن فرهنگیه و ما سرآمدیم در دنیا. جناب سامانی، شما اگر که کامنت یا پاسخی یا در ادامه صحبت‌های جناب گلستان دارید ما در خدمت شما هستیم. دوستان مایک رو برای جناب سامانی باز کنید. ممنون میشه. بله خیلی ممنون از دوستان. درست می آقای گلستان جو، ببینید تا اونجایی که من خودم مطالعاتی داشتم اکثر کنوانسیون ها به همین شکلن، هیچ کدوم نمیتونن کشورهای دیگه یا مثلا بین المللی کشوری را اگر خطایی کرد تحت پیگرد کیفری یا قانونی انجام بدن، بجز یک کنوانسیون، اونم کنوانسیون مارپول مربوط به کشتی های نفتکشه، میگه اگر از کشتی نفتکش آبی ریخت توی دریا فقط اونا میتونن به صورت بین‌المللی محاکمش کنن و بحث کیفری داره، اونم فقط نفتی که از نفتکش به دریا بریزه، حتی در این حد فقط. ما بقیه کنوانسیون ها واقعیت همینه در حدی که نوشته شدن و دست بالا همین کشورها را آزاد گذاشتن. سپاس جناب سامانی. دوستان دیگری که در جلسه حضور دارن اگر سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم، اگر نه که بی محابا میریم سراغ سخنران بعدیمون که خانم ایران دخت کیا هستند با عنوان صدور احکام قضایی سنگین برای معترضین در ایران. خب دوستان اگر مایک رو برای ایران دخت عزیز باز کنید تا بشنویم سخنرانشون رو، ممنون میشیم. درود خدمت همراهان گرامی. بیش از یک دهه هستش که ما شاهد افزایش اعتراضات مردمی توی ایران هستیم، اعتراضاتی که انتقاد از وضعیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، امنیت جانی مالی اعتقادی و دستیابی به برابری جنسیتی داره. در حال حاضر مردم ایران بیش از 120 روز، یعنی حدود 4 ماهه که در اعتراضات و اعتصابات سراسری هستند. اعتراضاتی که متاسفانه مسالمت آمیز نیست و به خشونت و کشتار کشیده شده و باعث ضرر و زیانهای جانی و مالی زیادی به مردم مظلوم ایران شده. حق اعتراض یکی از ابتدایی ترین حقوق شهروندیه، یعنی یک شهروند اجازه داره نسبت به وضعیت موجود جامعه خودش انتقاد کنه،
و این موضوع در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت به اون اشاره شده. حتی در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به حق برگزاری تجمعات اعتراضی توسط شهروندان اشاره شده. اما در بخشی از این اصل نوشته شده که این اعتراضات باید فارغ از هر گونه خشونت و در تضاد با مبانی اسلام نباشد. که در اینجا ما وارد یک تضاد حقوقی میشیم، چرا که خشونت وارد شده از طرف مردم معترض نبوده، بلکه از طرف نیروهای نظامی که وظیفه تأمین امنیت جامعه رو دارن وارد شده، تا جایی که در همون هفته اول بر اساس گزارشات و آمارها بیش از 50 نفر از شهروندان ما کشته و 300 نفر بازداشت شدند. تا امروز تعداد معترضان جانباخته غیر اعدامی حدود 527 نفر و تعداد بازداشت شدگان حدود 19571 نفر بودند. در کشورهای پیشرفته می‌بینیم که برگزاری تجمعات اعتراضی حتی با حمایت از نیروهای نظامی و کسب مجوز و در یک مکان مشخص اجرا میشه، چیزی که متاسفانه تو ایران اصلا وجود نداره و در جریان اعتراضات بود که رئیس جمهور ایران وعده تعیین برای تجمعات آزاد و به معترضان داده بود. حتی رئیس مجلس و نمایندگان بعد از 43 سال بر لزوم اجرا شدن این اصل قانونی تاکید داشتند، اما با گذشت هفته ها هنوز این وعده محقق نشده. البته طبق اظهارات محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توی مجلس، از 2 سال پیش طرحی با عنوان حق راهپیمایی آزاد برای معترضان توی این کمیسیون در حال پیگیریه و هفته های گذشته هم بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها خبر داد این طرح نهایی شده و به کمیسیون شوراها جهت تعیین تکلیف ارسال شده، اما در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. داریم می‌بینیم اینو به عینه. از اونجایی که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسیه و بر حسن اجرای اون سوگند یاد کرده، این انتظار میره که در 43 سال گذشته تا امروز بالاخره یکی از رؤسای جمهور این اصل قانون اساسی رو به رسمیت بشناسن و دستور به اجرای اصل 27 قانون اساسی بدن. اما همیشه طی این سالها بنا به برخورد سلیقه‌ای این اصل مهم نادیده گرفته شده، حتی تو این روزا که بیش از هر زمان دیگه نیاز به اجرای اون هست، این حق نادیده گرفته شده بازم. پس ما اگه بخوایم چه از منظر قانون قوانین جهانی چه از منظر قوانین انسانی یه نگاهی بندازیم و ببینیم که در بحث انتقاد میبینیم که توی بحث انتقاد، پیشنهاد و ارائه راهکار خیلی ضعیفیم و اگه شخصی اعتراضی بکنه با سرکوب مواجه میشه. خب بعد از سرکوب و بازداشت چه اتفاقی برای شخص بازداشت شده میفته؟ یکی از بحث‌های مهمی که در هنگام برگزاری اعتراضات مردمی ذهن شهروندا رو به خودش مشغول میکنه وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان، اتهاماتی که علیه اونا صادر میشه و نحوه برخورد با اونا و حتی وضعیت زندان هاست. فعالان حقوق بشر ایران همیشه نسبت به وضعیت برخورد با زندانیان و اتهاماتی که علیه اونا مطرح میشه هشدار دادن و ابراز نگرانی کردن. ما توی اعتراضات مردمی سالهای گذشته احکام سنگینی مثل حبس ابد، قطعی عضو بدن، اعترافگیری اجباری و تهدید و شکنجه رو می دیدیم. اما در اعتراضات کنونی شکل جدیدی از اتهام زنی به معترضین تحت عنوان محاربه و اعدام هم متاسفانه به حکم زندانی ها به صورت گسترده اضافه شده و با سرعت بسیار بالایی در حال اجراه. حتی توی چند مورد دیده شده که تعدادی از مسئولان کشوری درخواست حکم بغا رو برای معترضین بی سلاح
که فقط از خودشون با دست خالی دفاع میکردن داشته. همونطور که میدونیم قانون قضایی و کیفری ایران بر مبنای دین اسلام و قرآن نوشته شده که در خیلی از موارد کرامت انسانی رو زیر سوال میبره. دو جرمی که به اکثر بازداشت شدگان اخیر نسبت داده میشه محاربه و فساد فلعرضه که جرم هر دوی اونها در سخت گیرانه ترین حالت اعدامه. حالا محاربه چیه؟ بر اساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محاربه جرمیه در فقه و حقوق اسلامی به معنای سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن آنان که مجازات محاربه عبارت است از اعدام، سلب یعنی به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد، بلد یعنی شهر، یعنی تبعیدش کنه. این معنی محاربه است. مبانی جرم انگاری برای شخص محاربه توی آیه 33 سوره مائده قرآن اومده که در آن سزای کسانی که با خدا و پیامبر می جنگن و در زمین ظلم می کنن سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد یعنی تبعید بشن. حالا مفسد فلعرض چیه؟ مفسد فلعرض بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی یعنی هر کس که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فلعرض به شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می شود. همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، اجرای احکام بر اساس فقه و حقوق دینی در بسیاری از موارد در تضاد با حقوق بشره و ما به صراحت این مسئله رو توی کشور خودمون و در جریان برخورد با معترضین بازداشت شده مشاهده می کنیم و اجرای این احکام سنگین در تضاد با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشره که به حق زندگی و امنیت انسان‌ها اشاره داره شده. حتما شما هم توی منابع خبری مشاهده کردید که تعداد زیادی از بازداشت شدگان نسبت به اتهامی که بهشون وارد شده معترضن. اونا رو دروغین و اجباری میدونن، میگن فلانی مثلا مسلح بوده، اسلحه داشته، درست که خودش و خانوادش میگن اصلا همچین چیزی نبوده، ما سلاح نداشتیم یا فلان شخص سلاح نداشته. آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توی نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه 29 آذر با اصرار بر درستی صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بر اساس یک آیه قرآنی ادعا میکنه که حکومت ایران در جریان اعتراضات اخیر نسبت به چهره‌های شاخص و معروف مدارا کرده. با این حال ادعای مدارا از طرف اون در حالی بیان میشه که تا حالا دستگاه قضایی ایران 4 نفر از معترضان جوان به نام‌های محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی رو اعدام کردن و برای تعداد دیگه هم حکم اعدام صادر کرده. ناگفته نمانند این 4 نفر افرادی بودن که رسانه‌ای شدن و مشخص نیست که چند نفر دیگه که رسانه‌ای نشدن اعدام شدن یا در خطر صدور حکم اعدام هستن. همینطور آقای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از اینکه بعضی اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم
تردیدهایی درباره احکام قطعی صادر از ناحیه مراجع صادر کننده علیه معترضان ایجاد کردن ابراز تأسف کرده، ناراحت شده. دادگاه های جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف تحت فشار یا شکنجه متهم یا نزدیکان اونا و در شرایط فقدان وکیل اختیاری و تشریفات قضایی بازداشت شدگان رو محکوم میکنه و شیوه بازداشت متهمان که به صورت هجوم و بازداشت خشن در منزل یا خیابان یا حتی ربایش بوده و پخش اعترافات اجباری که در مواردی آثار ضرب و جرح متهم به چهره اون قابل مشاهده بوده. از نمونه‌های بارزش میتونیم بگیم خانم مینا یعقوبی که از متهمان پرونده موسوم به هتک حرمت گلزار شهدای عراق بوده، دیدیم چهرهش رو، ما همه اینو دیدن. حتی خانم ترانه علی دوستی که آثار ضرب و جرح و کبودی توی صورتش و زیر چشمش مشخص بود. از دیگر موارد کاربرد خشونت اوریان توسط نهادهای انتظامی و قضایی در جریان اعتراضات اخیره همین موارد. و جالبه که این برخوردها به معنای محاربه و ایجاد ترس در جان مردم شناخته نمیشه، چون خودشون دارن این کارا رو میکنن، میگن محاربه نیست. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسایی که به محاربه متهم میشن گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضیه. و روز دوشنبه 28 آذر هم توی جلسه شورای عالی قوه قضاییه خطاب به دادستانا گفته که توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده بدون وجه تأخیر ایجاد نشه و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت نسبت به اجرای حکم صادر و قطعیت یافته در هر زمینی، اعم از پرونده های اختشاش و موارد دیگه، اهتمام صورت گیرد. یعنی سریع این کار انجام بشه. بعد از افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان در دادگاه های فاقد استاندارد جمهوری اسلامی، اعتراض ها و هشدارهای دولت های غربی، همینطور سازمان های بین المللی سیاسی و حقوق بشری در زمینه اجرای این احکام به رهبران ایران افزایش یافت. تعدادی از نمایندگان پارلمان های غربی در واکنش به این موضوع و حمایت نمایندگان مجلس ایران از اعدام معترضان، کفالت سیاسی بعضی از بازداشت شدگان زیر حکم اعدام رو به عهده گرفتن. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی به کار خودش کماکان داره ادامه میده. نمونه بارزش سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی بود که با وجود داشتن کفیل از نمایندگان پارلمان های اروپایی با این حال متاسفانه اعدام شدند. از اواخر مهر ماه تا امروز هزاران نفر از مردم بیگناه ایران فقط به جرم حق خواهی دارن اعدام، کشته، زخمی، نقص عضو، مخصوصا از ناحیه چشم، زندانی و ضرب و شتم میشن. تعداد زیادی از آزادی خوان به صورت غیابی محاکمه میشن، مثل آرش صادقی که یک هفته نیست آزاد شده. وکیلش رامین سفرنیا، وکیل مدافع آقای صادقی، اعلام میکنه که موکلم آقای آرش صادقی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب از بابت اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال، تبلیغ علیه نظام به 8 ماه، ممنوعیت خروج از کشور و منع حضور در تهران به مدت 2 سال، منع حضور در استانهای شمالی، منع از عضویت در احزاب و گروه‌ها، دستجات سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال و ضبط وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت محکوم شده. همین امروز خبرش اومد. یک فعال حقوق بشر مگه چه کاری به جز حق طلبی میتونه داشته باشه که اینقدر جرم براش در نظر گرفته میشه؟ از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت جان و مال هست، در صورتی که اموال آقای صادقی به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شده و موارد دیگه.
از مواردی که جدیداً جزء احکام صادره برای معترضین در نظر گرفته میشه منع خروج از کشوره، در صورتی که طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق انتخاب محل زندگی، حق انتخاب کشور خودشو داره و متاسفانه ادعا هم میکنن که به قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبندن. در پایان مجددا یادآوری میکنم که اعتراض حق هر شهرونده، اعتراضات مردمی میتونست به خشونت کشیده نشه اگه سرکوب و کشتار و اعدامی صورت نمیگرفت. هیچ وقت خشونت راهکار مناسبی نیست و فقط درد و غم و کینه و خشونت و تلفات رو افزایش میده. امیدوارم که تا دیرسر نشده احکام اعدام لغو بشن و مسیر اعتراضات مردمی مسالمت‌آمیز و با کمترین خسارات پیش بره. در اینجا سخنرانی من به پایان میرسه. مایک رو رها میکنم. سپاس. سخنرانی ایران دخت کیا با عنوان صدور احکام قضایی سنگین برای معترضین در ایران رو با همدیگه شنیدیم. خانم ایران دخت کیا بسیار بسیار شیوا، دقیق و اطلاعات بسیار بسیار خوبی رو در این سخنرانی شما مطرح کردین. به شخصه بسیار آموختم. ازتون تشکر میکنم به خاطر ارائه خوبتون. خوش آمد میگم به جناب رایی و بقیه همکاران. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم و بسیار مشتاق که دونه دونه دستاتون رو بلند کنید و مشارکت کنید در این موضوعی که فکر میکنم سخن زیاده برای گفتن. خب دوستان، افرادی که مشتاق به کامنت جناب گلستانجو رو میبینم، براشون مایک رو باز کنید تا بشنویم. ایشون ممنونم جناب بانو محبوبی، ولی جناب رایی قبل از من دست بلند کردن. من موافقم که اول صدای ایشون رو بشنویم، ببین شاید اطلاعات ایشون از من بهتر ارائه میدن. سوالای منم بعد عذر من رو بپذیرید جناب رایی، ما میام سراغ شما. شما رو بشنویم. دوستان مایک رو آزاد کنید. بله، فکر کنم مایک هم الان صدای من رو میشنوین احتمالاً. با درود به شما، من متوجه نشدم که قبل از آقای گلستان جو بودم، ولی به هر حال خیلی ممنون از اینکه فرصت به من دادید. من از ابتدای سخنرانی خانم کیا نبودم، اما این تکه آخری که شنیدم نظر من این هستش که لازمه که ما نگاه ما به این اعدام ها نگاه قربانی باشه که خود رو در جایگاه قربانی قرار نمیده، یعنی خود رو فعال میدانه و فعالیت حقوق انسانی خود رو مؤثر میدونه. چرا؟ برای اینکه با این فعالیت ها و تشویق به مقاومت نشان میده که این رژیم چی هست. نشان دادن این رژیم و امید نبستن به اصلاح پذیری این رژیم خودش یک فعالیت بسیار بزرگه و دست کم نگیریم فعالیت های حقوق بشری رو. همین کاری که خانم کیو الان کرد خودش کلی کاره و نشان میده که قطع امید شده به کارهایی که این رژیم میکنه. لازمه تنوع ببخشیم به فعالیت ها و مبارزه ها و مقاومت های اجتماعی. موقعی که گوشت در مقابل توپ میشیم لازم نیست که قطع کنیم مقاومت، لازم است که مقاومت رو گسترش بدیم و فکر کنیم که چه عوامل و مشکلاتی داریم که این جنبش گسترش پیدا نمی‌کنه. آیا شفافیت به اندازه کافی نیست؟ آیا در این جنبش کسانی که جلو افتادن تمام خواسته ها رو بیان نمی‌کنن؟ آیا رژیم خودش آلترناتیو خودش رو که کنار اپوزیسیون خودش رو خودش تقویت نمی‌کنه و جهت‌دهی نمی‌کنه؟ لازمه بنابراین مرتب تجزیه تحلیل خودمون رو در رابطه با حقوق بسنجیم، سبک سنگین کنیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم فعال‌تر بشیم
و این جنبشی رو که شروع کردیم ادامه دارش بکنیم و از حدود 3% که فعال بودن تو این 130 چند روز اینو برسونیم به 10%. موقعی که 10% بشه یعنی دیگه تمام مردم یه مملکت برپا خواستن، به این علت که تو خیابونن و یه پشتیبانشون هستن، یه چیزی شبیه سال 1357 میشه، بیش از 10% مردم در اون جنبش بودن. الان این جنبش وجود داره، ضعیف و قوی میشه، اما رژیم لخت لخته و نشان میده که هیچی، نه از نظر فکری داره، نه از نظر دینی داره، نه از نظر اعتبار جهانی داره، و رژیمی هست که هیچ راهی حقوقی نداره، به همه حقوق تجاوز میکنه و اعدام وسیله‌ای برای عقب انداختن سقوط خودش هست. حالا در کشورهای مثل لهستان این عقب افتادن جنبش از 1952 تا 1984-5 طول کشید، بعد 1988 اگه درست یادم باشه. در ایران هم اگر ما دقیقاً این تطبیق ها رو، این در واقع تصویه کردن فعالیت ها رو دقیق نکنیم، جنبش ما میتونه بالا پایین بشه و باعث سقوط رژیم نشه. توجه داشته باشیم که این بسیج رفته در دهه 60 شمسی در اسرائیل دوره گیرده، یعنی همون بلایی رو که سر فلسطینی ها آورده اونا رو یاد گرفته که سر مردم ایران بیاره و عین این بلا رو سر مردم سوریه آورده و بنابراین در سرکوب وسایلش داره، تکنیکاش هم بلده و راهش این هستش که ما معرفت ما برتری پیدا کنه بر معرفت رژیم، سرکوب ها رو از جمله از طریق جنگ روانی میشه جلوش گرفت. اون جنگ روانی رو انداخته، میخواد بگه که منم که تصمیم میگیرم، من اگر خودم دختر و همسر من میره خارج کشور حجاب نمیذاره، در ایران حجاب رو من اجباریش میکنم به خاطر اینکه میخوام زورآزمایی با شما کنم و بنابراین راه مقابله با این زورآزمایی رو لازمه که در جنبه های مختلف در نظر بگیریم. مرسی، خیلی ممنون. دقیقاً جناب رای، هر ثانیه‌ای که میگذره و بقای جمهوری اسلامی رو ما داریم، یعنی نابودی منابع طبیعیمون، نابودی میراث فرهنگیمون، از دست دادن جانهای عزیزمون، از دست دادن عمر جوانانمون، ادهیمون در تبعید هستیم و و و، یعنی ما هزینه گزافی رو داریم، ما مردم ایران پرداخت میکنیم برای بقای جمهوری اسلامی و بیشک باید فکرامون رو روی همدیگه بذاریم، دستامون رو تو دست هم بذاریم و با همبستگی اجازه ندیم که شعله این جنبش انقلابی فروکش کنه یا کمرنگ بشه، که نشده تو الان در صحبتهایی که من با جوانان ایرانی دارم میبینم که همه آمادن، کمی کردن و منتظر جرقه ای هستن، باروته آماده است، فقط جرقه میخواد. همونطوری که دیدیم مرگ مهسا جرقه بود برای انفجار، اون باروته الان خیلی بزرگتر از اون باروته شهری برمایه و جرقه میتونه منفجرش کنه و ما به اون پیروزی که حقمونه برسیم. و در خصوص صحبت هایی که خانم ایران دوخ میکردن وقتی که داشتن در مورد محاربه صحبت میکردن، یا مواردی که اینجا که داشتید میگفتید که سلاح کشیدن برای ترساندن مردم، به روی مردم بهش میگن محاربه، من هی مامورهای خود جمهوری اسلامی یادم میومد، هر صفتی که در مورد مفسد فلرس که صحبت میکردین، من خود جمهوری اسلامی، خود مامورای سرکوب جمهوری اسلامی رو هی میومد توی ذهنم و رد میشدن که اینها چقدر همه این چیزهایی که به ما نسبت میدن خودشونن و این صفات، صفاتی که برازنده خودشونه و خود دارن، دقیقاً همین نقش رو در کشور ما بازی میکنن و اگر حکم دینی هم هست که دارن صادر میکنن که ما اصلا باش موافق نیستیم و در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشره، اون هم مناسب خودشون هست و به درد خودشون میخوره. و و و و در مورد اعدام و قربانی شدن وقتی که دارید
این صحبت کردیم دارم میخواست بگم که دقیقا ما نسلی رو داریم که حمیدرضا رهنورد در اون ثانیه های آخرین زندگیش وقتی که ازش میپرسن که برای مرگت از موسیقی صحبت میکنه، از زندگی صحبت میکنه و یک مانیفستی رو به ما میده و تمام مانیفست جمهوری اسلامی و اون بردگی، اون مردگی، اون شهید پروری همه رو میکشه و من فکر میکنم اینها مانیفست جوانان ما هستن از این به بعد و من این انقلاب و این جنبش رو زنده میبینم و جنایات جمهوری اسلامی رو هم میبینیم که دیگه جامعه جهانی متوجه شده همونطور که مردم متوجه شدن، ولی ما باید بیشتر و بیشتر و بیشتر فریاد بزنیم این جنایت ها و نذاریم که این صدایی که بلند شده خاموش بشه. جناب گلستان جون میام سراغ شما، شما رو میشنویم و مرسی از این که تحمل کردید و کامنت خود من رو هم شنیدید. ببخشید. خواهش شما که عجب بانو کیاد تو اول صحبتشون در رابطه با این که چرا حالا نظام جمهوری اسلامی این اعتراض ها رو سرکوب میکنه، در واقع روز سوالش این بود که چرا این حکومت اجازه نمیده مردم اعتراض بکنن. باید اینو فراموش نکنیم که ما کشورمون حکومت اسلامیه و وقتی اصلا کلمه اسلام میاد یعنی شما هر چی من میگم باید بگین اوکی، شما چیزی از خودتون نمیتونی بگی و وقتی که شما بخوای به من اعتراض کنی یعنی به پشت سر من اعتراض کردی، پشت سر من میشه پیامبر و خدا و همه اینا، بعد میشه محارب که حالا این داستانا رو برات میگم. در رابطه با صحبت جناب رایی عزیز که چطوری میتونیم شدت این یا سرعت این انقلاب بیشتر کنیم، جناب رایی من اتفاقا امروز توی خبر نکردم که گروه اصلاح طلبان وقت گرفتن که در رابطه با این که چه چیزی باعث این اعتراضات شده برن با خامنه‌ای صحبت کنن، یعنی هنوز گذشته از اون حزب اصلاحگر اصلاح طلب هنوز بعضیا معتقدن که شاید بشه اصلاح کرد، در صورتی که یعنی این نظام از پایه ایراد داره، جای اصلاح نداره اصلا. اگر قرار باشه خیلی‌ها که حالا یه خورده نسل قدیم‌تر شد معتقدن به خب دین اسلام، یادشون رفته فکر میکنم که خب زمان شاه قدیم هم خب هم یه سری مسلمان بودن، حالا همه که دیگه دینای دیگر نداشتن که، ولی داشتن همه در کنار هم زندگی میکردن، یهودی، مسیحی، مسلمان، بهایی، درویش، همه با هم بودن، هیچ کس هم کار بیکار کسی نداشت. این دوتا مقوله رو فکر میکنم حالا اونایی که در فکر اصلاح هن یادشون رفته که تا وقتی که این اسلام پایه حکومت باشه اصلا اصلاح معنی نداره، اسلام از حکومت بزنیم کنار بعد حالا هر کی میخواد مسلمان باشه مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه هر چی میخواد باشه، نظام ربطی به دین نداشته باشه کار میشه هر کی، ولی تا بعد که هنوز یه عده‌ای اونجوری فکر میکنن فکر کنم یه خورده سرعت با اون شدتی که بعد جلو بره نه. ممنونم بانو محمودی. سپاس. من یه نکته دیگه دوست داشتم اشاره کنم که حالا در ادامه سخنرانی که حالا اعتراضات و تمرکز روی داخل کشور ایران بود، ولی دوستان من میخوام یه چیزی بگم انقدر حکومت جمهوری اسلامی گستاخه که بیرون مرزهای ایران هم داره ماها رو تهدید میکنه، برای چی توی اعتراضات میرید، برای چی کنشگری میکنید، برای چی دارید افشا میکنید، نمیدونم تهدید میکنن، آدرس خونه میفرستن، خانواده ها رو دارن تهدید میکنن. توی اسپانیا من با یک خانومی داشتم صحبت میکردم، داشتم میگفتن که ما رو تهدید کردن که اگه بیاید کنسولگری پاسپورتاتون رو دیگه تمدید نمیکنیم و و و و، یعنی بیرون از مرزهای خودش برای افرادی که اصلا در کشورهای دیگری دارن زندگی میکنن و اقامت کشورهای دیگه رو هم دارن تماس میگیرن و پیگیری میکنن که شما به چه حقی تجمع میکنید، به چه حقی دارید اجتماع میکنید و میخواد از اونجا کنترل کنه و حکمی رو صادر کنه و همون بحث اعدام ها رو که پیش کشیدید، من این تیکر رو گفتم یادم افتاد به ترورهایی که در ابتدای انقلاب در جای جای کشورهای اروپایی داشت انجام میداد که اون هم دستش دیگه البته رو شده بود، ولی دیگران به شکلیه که نمیتونه این کارها رو انجام بده، ولی دست از این که بخواد رعب و وحشت به وجود بیاره بر نمیداره. به این شکل برای معترضینی که خارج از کشور هستن و
میخواستم بگم اعدام هایی هم که در ایران داره انجام میده به زعم من اون هم تروره، یعنی برای ترسوندن و رعب و وحشت ایجاد کردن و جریحه دار کردن روح و روان معترضینه که داره این کارو میکنه. دونه دونه اسم این یکی رو میده ولی فردا یه نفر دیگه رو اعدام میکنه، کفیل میگیری همونی که کفیل داره رو اعدام میکنه، یعنی داره با روان مبارزین و معترضین بازی میکنه. ولی اینو نمیدونه که در قلب و ذهن ما دیگه تموم شدی جمهوری اسلامی، شما تموم شدی، هر کاری هم بکنی، تهدیدم بکنی، تموم شدی، ما ادامه میدیم به مبارزمون. جناب رای شما رو میشنویم، مایک رو برای جناب رای دوستان باز کنید و پس از اون خانم ولیزاده عزیز رو. بله خیلی ممنون توضیحات شما خانم مربودی. من متوجه شدم که در مورد محاربه خانم کیا صحبت کرده بودن و بحث مهمیه این. در خود قوانین جمهوری اسلامی اینطوری که آقای محسن براتی برهانی، آقای محسن برهانی استاد دانشگاه هستن، تحصیل کرده همین قوم هم هستن، هیچ اعتراضی هم به علی خامنه‌ای نداره، توی همین دم و دستگاه اعتراض داره الان به این وضعیت و فکر میکنم برنامه تعلیق استادیش از دانشگاه تهران رو هم. ایشون چی میگه؟ در تعریفهای خود قانون جمهوری اسلامی و در حقوق جزاشون، محارب کسی هست که ایجاب رعب و وحشت در عموم مردم میکنه، یعنی سپاه پاسداران، یعنی بسیج، یعنی نیروی انتظامی. میگه ها، من دارم نمیگم، خودش داره میگه، آقای عبدالعلی بازرگان هم این رو گفته، محارب به علی خامنه‌ای گفته خود شمایی و نیروهای سرکوبگریتن. پس محارب کسی است که ایجاب رعب و وحشت در همه مردم میکنه، نه حتی قسمتی از مردم. فکر کنید یکی اومد تو خیابون چاقو کشی کرد و یه عده از مردم، این محارب نیستن، نیست، این مجرمه، اما محارب نیست. محارب کسی که ایجاد رعب و وحشت در عموم مردم میکنه. قوانین خود جمهوری اسلامی این تعریف رو میگه. پس بنابراین لازم توجه کنیم به این که در هر رژیم استبدادی و جنایتکاری مأموران قوانین خودشون رو یا نمیشناسن یا اگر بشناسن هم زیر پا میذارن. ایشون مورد به مورد ایرادهایی که این کارهایی که دارن میکنن، این سرکوبهایی که دارن میکنن با قوانین خود جمهوری اسلامی داره رو توی صفحه توییتر و اینستاگرام خودش میذاره و جالبه. به عنوان مثال نداشتن روسری در جمهوری اسلامی حد اکثر چند ماه زندان داره، هیچ ربطی به زندانهای طولانی مدت و نمیدونم اینا نداره، حد اکثر اونم تازه در مواردی که ایجاد نمیدونم لهو و لعیب و نمیدونم صحبت های اینفورمی خودشون میکنن داشته باشه. در مورد صحبت های آقای گلستان جو حق با ایشانه، بدترین نوع استبداد استبداد دینی هستش، بدترین نوش. چرا؟ به این علت که هم اون دین رو توی خود مردم وجود داره، هم اون دین برای توجیه رفتارها و سرکوب استفاده میشه و بنابراین سوء استفاده میشه از اعتقادات مردم به علت آلودگی مردم، به علت آلودگی دین، دین سنتی، دینی که تو تاریخ هست به قدرت. و بنابراین دینی رو که مطرح میکنن آلوده است و رژیم هم از همین استفاده میکنه، بنابراین بدترین نوع استبداد میشه. در اینجا لازمه به مسئله اعدام و سرکوب از این زاویه هم توجه کنیم که این نشان دهنده ضعف رژیمه، راهی نداره، نمیتونه از جنبه فرهنگی جذاب باشه تأثیر بذاره، نه از جنبه حتی قواعد خودش میتونه بذاره، نه حتی میتوانه نیروهای خودش رو نگه داره، ریزش نیروهای خودش رو نگرانه. پس زمانی که به عنوان مثال، حالا من ضرب مثل فرانسوی رو میگم، فرانسوی میگم با که یه سگ داد فریاد میکنه ترسیده، نه اینکه شجاعه میخواد به شما حمله کنه، زیادی ترسیده، حکایت این رژیمه، وحشت برش داشته، هیچ راهی جز سرکوب نداره و سرکوب هم از کجا شروع میکنه؟ از تخریب خود شروع میکنه. چرا از تخریب خود شروع میکنه؟ برای اینکه نیروهای خودش هم نمیتونه نگه داره، برای اینکه توی هر گفتگو توی هر فکر کردنی
نوع تخریبی رو نشون میده، نوع انسانیشو نمیتونه نشون بده، حتی نمیتونه بگه من به یک حق، به یکی از حقوق توجه کردم. پیدا نمی کنید به همه. پس بنابراین در وضعیت ریزشه، اما میتوانه این ریزش اتفاق نیفته در صورتی که ما در بین خودمون تشدد باشه و ضعف باشه. یعنی در واقع اون قوی نیستون ضعیفه، ضعیف ضعف خودش هم داره نشون میده، بی حساب کتابی خودش داره نشون میده، بی فرهنگی و بی معرفتی خودش داره نشون میده و توجیهاتی رو هم که داره میکنه حتی نمیتونه نیروهاش هم نگه داره. اما این طرف اگر نتوانه همبستگی حقوقی ایجاد کنه، اون طرف یه پایگاه پشت خودش داره، داخل که پایگاه نداره، که در شبکه جهانی قدرت قدرت‌های مسلط ازش حمایت میکنن، نیروی سرکوب بهش میدن، اطلاعات بهش میدن، انواع اقسام بازی‌های پشت پرده رو باش میکنن، مذاکره میکنن. مذاکره بزرگ چیه؟ نگت میداریم، ضعیفت میکنیم، اما میمانی تو، مگر اینکه یک جناحی در درون رژیم پیدا بشه که ما بخوایم از او حمایت بکنیم، که اونا میخوان در واقع الان سالی دهه هاست که میخوان اصلاح طلبا رو. در رابطه با مطلبی که آقای گلستانجو در مورد اصلاح طلبا گفتن، لازمه توجه کنیم به یک مسئله که الان تو دنیای سیاست داره اتفاق میفته. جبهه ملی داخل ایران میگه که حالا بنا بر روایتی صحیح هست یا نه، ما لازم است که با رژیم گفتگو کنیم. ما که نمیتونیم مستقیم گفتگو کنیم، پس اصلاح طلبا رو لازم است که بیان از طرف ما با رژیم گفتگو کنن، نه برنامه‌های خودشون رو پیاده کنن، برنامه‌های جبهه ملی رو پیاده بکنن. یعنی یه نقش محلل میخوام بدم به اصلاح طلبا. به نظرم این روش بسیار غلط، ناموفقه و رژیم هم جلوش میگیره. از جمله دیداری که به نهضت آزادی و جبهه ملی بوده رو جاسوسی کردن، شناسایی کردن و زمانی که آمدن با هم دیدار کردن جلوشون رو گرفتن نذاشتن. و از اون زمان آقای موسویان حتی در کنفرانس های خارج کشور هم نمیتونه شرکت کنه. اصل لازمه به این مسئله توجه داشته باشیم که محل مبارزه داخل ایرانه، اما لزوماً و خارج از رژیمه، اما لزوماً جریان سخنگویی جنبش میتوانه در داخل نباشه و ممکنه در خارج باشه، مثل سال 59-57. البته ما اونجا اعتماد کردیم به خمینی، بعد کتشو وارونه کرد و اون چیزایی که گفتم برای خارج کشور. این دفعه با حواسمون باشه رو سخنگو، هر سخنگویی نباشه. مثال بزنم برای شما، آقای رضا پهلوی میاد میگه به من وکالت بدید. خب سال 57 ما به خمینی وکالت دادیم، که حالا اسم سخنگو رو ایشون گذاشته وکالت. یه بار سر اون آمده، یه بار دیگه مواظب باید باشیم. بعد به اضافه این که اعتبار سیاسی آدم ها رو لازم نگاه کنیم، نمیتونیم همینطوری هر کی اومد گفت من به من اعتماد بکنیم، درسته؟ نه، باید لازم نگاه کنیم، به دقت نگاه کنیم. آقا شما یه گذشته تاریخچه داری، این تاریخچه تو چرا پنهان کردی؟ اگه پنهان نکردی نشون خودمون بررسی کنیم. خیلی ممنون، مرسی. بله جناب رایی، تشکر میکنیم از نقطه نظراتتون. البته آقای خمینی عباشو پشت رو کرد و گفت خود اکردی. خانم ولیزاده شما رو میشنویم عزیزم. سلام دوستان، خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. خواستم که بگم که با توجه به کشته شدن خیلی از شهروندا توی ایران و با توجه به اعدام هایی که در ایران هستش، یعنی به صورتی هستش وضعیت ایران، در ذهن هیچ کس نمی گنجه این شرایط، مثلا که میزنن بچه 8 ساله رو میکشن و یه سری قتل عام هایی که میکنن، توی ذهن هیچ انسانی نمی گنجه این ظلمشون. و توی ایران به صورتی زندگی میکنن مردم که حتی نفس کشیدن هم براشون جرمه، یعنی نفس بکشن جرم محاربه با اسلام رو براشون مینویسن. خواستم به این اشاره بکنم که کسی الان حکما اومده مثلا کسی یه نفر رو به دلیل قتل ناموسی کشته، به ایشون 8 سال حبس دادن
ولی به یه بند خدایی که زده یه ستاش خالی رو زیر رو کرده، یا مثلا یه گاردریل رو جا به جا کرده، حکم محاربه با اسلام رو و اعدام رو بهش دادن. یعنی واقعا در ذهن هیچ انسانی نمی گنجه. یعنی کسی که زده یه نفر رو کشته، با یه نفر یک اشیایی رو جا به جا کرده، یعنی جون انسان رو گذاشتن کنار، به اشیاء چسبیدن، حکم اعدام رو برای اون طرف صادر کردن. یعنی واقعا منطقی نیست و عدالتی تو این حکم ها اصلا وجود نداره. آقای رایی گفتن که من حرفشون رو باور دارم که مردم داخل ایران یعنی دیگه هیچ امیدی به این ندارن که خارج از کشورش کاری براشون کسیه، یعنی خارجی ها انجام بدن و خودشون، یعنی مردم ایران خودشون باید برای خودشون فعالیت هایی بکنن که خودشون رو آزاد کنن. ولی با توجه به شرایط الان، من سوالم این هستش که با توجه به شرایط کنونی ایران، با توجه به قتل عام ها، با توجه به کشتن خیلی از شهروندان، چه باید کرد که روند انقلاب سریعتر انجام بشه که خیلی از شهروند ها کشته نشن، خیلی از جامعه ایران که در سنین 8 سال، 18 سال، 20 سال هستن، اینا جوان هستن، قربانی این به قول معروف، یعنی قربانی که هر انقلابی قربانی داره، ولی خب قربانی کمتری داشته باشه این انقلاب، باید چه کرد؟ ممنون میشم که در این بار صحبت بکنین و نظراتتون رو بشنوم. ممنون. سپاس خانم ولیزاده عزیز. دقیقاً وقتی که بریدن سنگ و چرخوندن اون در خیابان ایجاد رعب و وحشت نمی کنه و فقط به 8 سال زندان، فقط 8 سال زندان محکوم میشه، که مطمئنم بعد از یه مدتی همین 8 سال بهشون از این عفوای رهبری میخوره و میام بیرون، ما با همچین استبداد دینی و همچین جامعه‌ای و همچین حکومتی روبرو هستیم که اصلا اصلاح پذیر نیست که نیست که نیست. یعنی این رو باید هی با خودمون تکرارش کنیم. سرور قلی‌پور عزیز دستشون رو بلند کردن، اگر مایک رو براشون باز کنید ممنون میشم. سلام خدمت همه دوستان، صدای منو دارید؟ بله هستم. خانم کیا فرمودن که ممنوعیت خروج خیلی ها خوردن، ولی به غیر از ممنوعیت خروج خیلی از فعالیت های اجتماعی برای بعضی ها سلب شده. چند نفر که وکیل بودن مثلا جواز و پروانه اونا وکالتشون لغو شده، اجازه وکالت دیگه ندارن تا چند سال، حتی به حدی رسیده که سیم کارت و موبایلشون هم ضبط شده و اجازه ندارن از سیم کارت و موبایل استفاده کنن، و چند نفر دیگر من خوندم که حتی اجازه ندارن از اینترنت استفاده کنن، یا به شهرهای محروم مثلا تبعید شدن اینا، یا اینکه چند تا از روحانیون رو خوندم که خلع لباس شدن. یعنی اینا تا این حد هم پیش رفتن و از هیچ ابا ندارن و روز به روز دامنه این محدودیت‌هاشون رو بیشتر انجام میدن اینا، چون که اینا به یه جایی رسیدن که دیگه فکر می‌کنن عمر آخرشونه، باید هر چه بیشتر ظلم کنن. حالا دیگه من نمیدونم هدفشون از این همه ظلم چیه، ولی خب این کارا رو همه رو دارن انجام میدن. یعنی هر روزم که اخبار رو می‌خونید اتفاقات بدتری داره میفته، نمیدونم از اتفاقات زندانا که داره میفته، یعنی خشونتشون رو روز به روز دارن بیشتر میکنن. ممنون از وقتی که به من دادید. سپاس از نکات مهمی که بهش اشاره کردیم. و یک موردی که نباید فراموش کنیم اینه که خیلی از بچه‌هایی که از زندان میان بیرون بر اثر شکنجه‌ها، اتفاقاتی که درون زندان براشون میفته باعث میشه که در بیرون از زندان دست به خودکشی بزنن. این مسئله خیلی غم‌انگیزه و واقعا قابل تأمله و قابل تحقیق است که چه اتفاقی اونجا میفته که این افراد در بیرون زندان جان خودشون به خودشون میگیرن و دیگه نمیخوان به این زندگی ادامه بدن. خانم سراجی عزیز رو میبینم که دستشون بلنده، اگر مایک رو براشون باز کنید ممنون میشم. دوستان برای خانم سراجی اگر مایک رو آزاد کنید ممنون میشم. سلام، درود بر همگی، ممنونم که اجازه دادید صحبت کنم.
دقیقاً الان دوستان درباره چند تا موضوع صحبت کردن که خیلی دوست داشتم دربارهشون صحبت کنم. یکی از موضوعایی که همین اعدامایی که داره میشه، داریم میبینیم که توسط قانون اساسی ایران، چون بر اساس اسلامی بودنش همه قوانین خودش رو رد میکنه، هر کاری دلشون بخواد میکنن. وقتی توی خود قرآن نوشته شده که مرد اجازه داره زنش رو کتک بزنه یا اگه ازش نافرمانی بکنه اجازه داره هر کاری بکنه، مسلماً اون اجازه هم به اون فرد داده که سر خانمش رو مثلا ببره یا بخواد توی شهر بچرخونه. معلومه حکمی که به این فرد میده خیلی کمتر از کسی هستش که توی قرآن نوشته شده اگه خلاف بر این کار رو انجام بدیم حکم متفاوت باشه. پس بخاطر همینه ما میگیم سکولار بودن خوبه، که یه حکومتی باشه که جدا باشه، دین از سیاست جدا باشه. تو همه ادیان این جدایی سیاست و دینی رو داریم میبینیم، یعنی هیچ دینی جز اسلام خودش رو نخواسته تو سیاست دخیل بکنه، ولی اسلام به خودش رو آورده توی همه دوره های سیاسی. یه چیز دیگه که خانم گفتن یادم رفت، آها، درباره همین حکم مثلا آرش صادقی که من همین دیروز فکر کنم دیدم یا امروز دیدم، دقیقا همین بودش. بهشون 5 سال حکم داده بودن، 2 سال ممنوعیت استفاده از اینترنت و هر چیزی که توی خونش هم داشته بوده ضبط کردن و بردن. کجای قانون اسلامی نوشته شده؟ آرش صادقی کسیه که سالها داره اذیت میشه، سالها توی زندانه، هی میاد زندان میارنش، هر اتفاق میفته آرش صادقی رو میگن دوباره میبرن زندان، هرچی میشه دوباره. این فرد کجا که زندگی کرده؟ سالهاست این فرد داره تو زندان در واقع زندگی میکنه، یه چند وقت حالا میادش بیرون میده، بعد دوباره به خودش اجازه میدن یه حق انسانیت رو ازش بگیرن که دوباره سر کاری که الان نکرده بازم مثلا انقدر اذیتش بکنه. یعنی هر جا داری نگاه میکنیش تو اسلامی بودنش، توی خیابون راه رفتنش، حجاب، هر چیزی که داریم نگاه میکنیم، آزادی بیانه از فرد گرفته شده. اصلا هر کسی که واقعا الان تو ایران حتی پیش خودش هم درباره جمهوری اسلامی الان یه صحبت کوچیکی هم بکنه، فردا یعنی باید بترسه که بیان تو خونه دوباره اینم بیان ببرن. یا همین انسان نادوستانه بودن، همین شکنجه‌ای که دارن تو زندان ها میکنن، من دورا دور درباره که چند نفر که با بدبختی بعد از چند ماه تونستن بچه هاشون رو از زندان آزاد بکنن بیان بیرون، یه فشارهای روانی روی این بچه ها هستش که واقعا الان زندگی نمیکنن، فقط اسمش اینه که این فرد الان زنده است. یعنی اون کسی که الان داره چه میکشه بشه گرفتتش واقعا از نظر روحی هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. یعنی این کشتنه فقط کشتنه جسم نیستش، اینا دارن روح افرادی هم که اونجا گرفتن رو دارن میکشن، یعنی همش انسان دوستانه واقعا هیچ کنه از کارشون نیستش. همین رو خواستم فرق بگم. سپاس. دقیقا حکومت اشغالگر اسلامی دونه دونه یه ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر رو با دقت و با خلاقیت زیاد یک سری چیزهای دیگر هم میاره بهش اضافه میکنه. یعنی واقعا خیلی خلاقه در جنایت کردن به نظر من. یعنی مثلا میتونیم یک کتاب بنویسیم در مورد جرمها و مثلا جرمهای خلاقانی حکومت جمهوری اسلامی، همین چیزهایی که شما دارید در موردش صحبت میکنید. دوستان، جناب رایی شما رو میشنویم. دوستان مایک رو باز کنید برای جناب رایی تا بشنویم صحبتشون. بله، خیلی ممنون. من دستم بالا آوردم در رابطه با سوال خانم ولیزاده. نمیخوام از این بحثتون خارج بشم، اما اون قسمتی رو که رب پیدا میکنه، اون قسمتی که رب پیدا میکنه اون رو مطرح میکنم، و اون این هستش که برای اینکه در مقابل این سرکوب و این وحشیگری، این جنوسید، کشتار علیه بشریت
و انواع اقسام جنایت هایی که این رژیم میکنه، چندین کار رو لازمه به دقت انجام بدیم. یکی این که نشان بدیم این رژیمی که تجزیه طلبه از همه جهات، از جمله در فضای سیاسی و اجتماعی ایران، و ما لازمه تجزیه طلب نباشیم، تجزیه طلب سیاسی نباشیم، این گروه رو حذف کنیم، اون گروه رو حذف کنیم، اون گروه رو حذف کنیم، یهو نگاه کنیم خودمونیم. این چگونه انجام میگیره؟ هرگاه داریم از رژیم انتقاد میکنیم، از قدرت داریم انتقاد میکنیم، لازمه که بگوییم از جنس آزادی هم دینی وجود داره، مرامی وجود داره، رژیم سیاسی فعلی مثل دانمارک و اینا وجود داره. پس خیال و اینها نیست. پس لازم به این اصل توجه کنیم. دموکرات دموکرات رو پیدا میکنه. دموکرات با دموکرات نمیجنگه. و بنابراین لازمه که ما به دقت صحبت کنیم و به دقت بگوییم و به دقت مقاومت کنیم. شلخت کاری ها رو بذاریم کنار. معرفت ما لازمه بالاتر از معرفت رژیم قرار بگیره. این که من دلم میخواد یا بدم میاد و اینها ربطی به حقوق انسان نداره. در حقوق انسان، انسان میشه یک موجود عاشق. عشق ربطی به وابستگی نداره، عشق ربطی به انتقام گرفتن نداره، عشق ربطی به انرژی منفی نداره. پس لازم منصف باشیم، به دقت بگوییم و بدانیم با کی لازم ارتباط برقرار کنیم و با کی لازم قطع کنیم ارتباط رو، و توجه داشته باشیم که فضای آزادی فضای تمام حقوق است، فضای قدرت فضای تقابل و درگیری ها است، و این دو فضا با هم فصل مشترک ندارن. پس دنبال سازش های فصل مشترکی بین قدرت و حقوق نباشیم. حقوق، من پنجشنبه آینده دوم فوریه در این مورد در حزب سوسیال دموکرات ایران سخنرانی و گفتگو بحث آزاد داریم با آقای اکبر کرمی. ایشون به این فصل مشترک ها و اینها از جنبه خودشون میپردازن، من که اصلا رد میکنم، و بنابراین بحث جالبی خواهد شد. براتون لینکش رو میفرستم که بیاید تو اون بحث، خودتون هم شرکت کنید، چون دو تا سخنران صحبت خواهند کرد و بعد هم مثل همین تارار گفتگوی شما گفتگو خواهد شد. لازمه پس توجه کنید که مبارزه فقط جنبه در واقع شور و هیجان دادن نیست، معرفت خودش و تشکیل همراهی ها بین کسانی میتوانه همراه اتفاق بیفته که یا میتوانن به صورت موازی با هم همکاری داشته باشن یا میتونن به صورت جبهه‌ای با هم همکاری داشته باشن. اما همه اینها اگر بخواهند مرزها رو قاطی بکنن، مبارزه مردم ایران رو به عقب میندازن. مشکل جامعه ایران تو این 40 چند سال چی بوده؟ مشکل، یکی از مشکلات اساسیش ضعف جامعه سیاسی ایران بوده. احزاب و سازمان‌ها و فعالین سیاسی ضعف نشون دادن از خودشون. مقصر اینجا مردم ایران خیلی نیستن. درسته که مردم ایران تو سازش با این رژیم چیز مقصرن، سهم خودشون رو دارن، اما این وجدان اجتماعی مردم خیلی هم ضعیف نیست. مردم خیلی سالها پیش میدونستن این رژیم چیه، سالها پیش میدونن دموکراسی چیه. 10-15 سال بعد از سال 88 یک نظرسنجی شد از مردم ایران، بیش از 93% مردم ایران طرفدار دموکراسی هستند. یکی از بالاترین ها در دنیاست. شعور اجتماعی مردم ایران دست کم نگیریم، کم نیست. این شعور وجدان علمی ما بود که ضعیفه. وجدان علمی رو همین جامعه سیاسی تشکیل میده. جامعه سیاسی تو این 40 سال نتونسته هدف رو مشخص کنه بین خودش. اگر هدف رو همه میذاشتن دموکراسی، اگر همه میذاشتن هدف رو دموکراسی و معیارهای دموکراسی که استقلال آزادی عدالت اجتماعی، الان مشکل سالها حل شده بود. بحث های ریز و کلامی و سردرگمی که نمیدونم دموکراسی انواع مختلف دارد و ما شما که نمیگویید دموکراسی بورژوازی است و نمی... این بحث ها
نشون میداد که ما به جای اینکه بیایم به دقت تعریف ها رو بررسی کنیم، گله گشاد تعریف کردیم که همه بگنجن و توی این تعریف های گله گشاد و مبهم ها گم شدیم. میبخشید من زیاد حرف زدم، ولی خواستم به شما بگم که راه حل شناخته شده است. بله سپاس جناب رئیس، سپاس از دعوتتون. حتما اگر که لینک رو بذارید من به شخص تلاش میکنم که در اون جلسه حضور داشته باشم و خوشحالم که این صحبت رو از زبان شما میشنوم که جامعه سیاسی ما و اپوزیسیون ما متاسفانه در این 40 و چند سال خوب کار نکردند و همچنان هم بنده معتقدم که خوب کار نمی کنند و پیش بینی می کنم که اگر به همین شکل بخوان ادامه بدن، در چرخش بعدی که مردم ایران به خیابان میان و این جرقه زده میشه، همونطور که از اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردیم، از این اپوزیسیون هم عبور خواهیم کرد و چیزی که نامش دموکراسی هست و بر اساس سند بالادست اعلامیه جهانی حقوق بشر آلترناتیوی در میانه خود مردم که شاید هیچ کدام از این افراد اپوزیسیون نباشند سر بیرون بیاره و مطمئنن مردمی که برای آزادی و آزادی خواهی مبارزه می کنند مستحقن و به هدفشون خواهند رسید. این خیلی مسئله مهمی هست که وقتی داریم در مورد دموکراسی صحبت می کنیم یادمون نره که یکی از راه‌های رسیدن به دموکراسی داشتن احزاب حزب و الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم اینه که جمهوری اسلامی به درستی و با آگاهی و با برنامه‌ریزی در به خاطر نداشتن حزب در ایران و ما که در یک جامعه استبداد زده رشد کردیم، شخص سالاری و فرد سالاری مسئله ای است که ما امروزه با اون روبرو هستیم و نداشتن احزاب یکی از بزرگترین مسئله ها و دغدغه هایی هست که ما در این انقلاب با اون روبرو هستیم. پس اگر دغدغه داریم و میخوایم برای فردای ایران کاری رو انجام بدیم، در هر نهلی فکری که هستیم، سوسیال دموکرات هستیم، لیبرال دموکرات هستیم، هر چیزی که هستیم، باید احزاب خودمون رو شکل بدیم، در هر زمینه‌ای که داریم کار میکنیم عضو سازمانی بشیم و حداقل در مورد فرهنگ عضو شدن در یک حزب، در یک سازمان، اینها رو تمرین کنیم در همین بیرون ایران و این فرهنگ رو هم به درون ایران ببریم، چون اونجا در اون فضا اینها وجود نداره. همینطور که داریم انقلاب میکنیم و قدم برمیداریم، فکر میکنم خیلی به ما کمک میکنه و همین مباحثی که شما مطرح کردید و دغدغه مندید و با آگاهی دارید این جلسات و این مناظره ها رو میذارید، مطمئنن باعث میشه که ما قدم هامون رو درستر و محکمتر برداریم. مرسی از صحبتتون. دوستان عزیز، اگر کسی صحبتی سخنی داره میشنویم، اگر نه که میریم روی بحث آزاد. من میبینم که دوستان آیا کسی دستش بلند هست یا نه. من نمیبینم. خب تشکر میکنم از تک تکتون به خاطر مشارکت ها و نقطه نظرات بسیار بسیار دقیق و خوب و به جایی که مطرح کردین. اگر اجازه بدین میریم سراغ بخش سوم و بخش پایانی برنامه امروزمون که بحث آزاد هست و در خصوص آزادی بیان، عدم سکوت در برابر ظلم. فکر میکنم این مسئله بسیار بسیار مهمیه برای ما فعالان حقوق بشر که اولین هدفمون افشاگری و فریاد زدن ظلم هستش. دوستان عزیز، مشتاقم که شروع کنید دیدگاه ها و نظریات خودتون رو در خصوص این موضوع بیان کنید. منتظرم ببینم چه کسی اون اولین نفر دستشو بلند کنه. جناب رایی، مایک رو برشون آزاد کنید. چقدر خوب که با صحبت های شما این بحث آزاد استارت بخوره. میشنویم و میاموزیم ازتون. بله، خیلی ممنون. منم از شما میاموزم، لطف دارین. نه، من علت این که دستم رو زیاد بالا میارم به خاطر اینکه مدت زیادی هم اولا با شما نبودم، ثانیا هم اگه دوستان دستشون رو بیارم بالا من سعی میکنم بعد از دوستان دستم رو. در مورد آزادی بیان به چند تا مسئله من میخوام اشاره کنم. یکی این که آزادی بیان رو آیا ما مطلق میدانیم یا مطلق نمیدانیم.
اگر مطلق میدانیم آیا اون در موقع اجرا دچار مشکل میشیم یا نمیشیم؟ اگر مطلق نمیدانیم کجاها مطلق نمیدانیم؟ مثلا در امریکا به صورت تئوریک آزادی بیان مطلقه، اما در عمل دچار مشکل میشن با وجود بر اینکه اون آزادی بیان رو مطلق میدونن. یعنی حتی تو امریکا شما میتونید فحش و بدبیری هم بدید، اونم جزء آزادی بیان حساب میشه. در فرانسه که من زندگی میکنم اون آزادی بیان مطلق وجود نداره، اما میبینیم یه چیزایی رو هم که برای بعضیا ناراحت کننده است اون رو حمایت میکنن. مثلا حجو رو، فکاهی رو به از تقدس انداختن پیامبرا و اونها رو صحیح میدونن. اون چیزی رو که صحیح نمیدونن این است که مثلا شما به هولوکاست ایراد بگید مثلا بازی کنید که نه مثلا چند میلیون نبوده، مثلا 1 میلیون بوده، بازی شده. چون دلیلش هم این میگیرن که اینا هنوز بعضیاشون زندن و هنوز جزء تاریخ فعلی است. این فرق داره با یه کسی که یک سمبول تاریخی هست. به هر حال توجیهات خودشونه دارن. نظر شخصی من این استش که آزادی بیان مطلقه به این معنی که حتی کسی که میخواد فحش هم بده، حتی کسی که داعشی هست، حتی کسی که ولایت فقیه هم هست، لازمه بشینی باش گفتگو کنی. توی گفتگو کردن با اوست که او آب میره، او نشون میده دستش رو میشه. اگر شما آزادی بیان مطلق کنید، بگید مثلا ما با یه تروریست برش مبارزه بکنم، او خود رو به عنوان اسطوره معرفی خواهد کرد. او خود رو به عنوان این که شما یه حرفی میزنید، منم این حرف رو میزنم، من چیزی که میگویم درست است و شما هم به نظر خودم شما هم چیزی که اینجا دیگه ابهام ایجاد میشه. آزادی بیان مطلق برای همه لازمه که اجرا به اجرا در بیاد و از قضا کسی که دموکراته، کسی که از حقوق دفاع میکنه، شهامت گفتگوش بیشتر از اوناست. چرا؟ به این دلیل که حرفاش راست، غیر از راست نیست و تمام راسته و در این حال هر کدوم از حق رو که دفاع میکنه با حق دیگه تایید میشه. میزان هماهنگی، میزان این تفاهمی که مفاهیمی که مطرح میکنه با هم دارن دیگران ندارن. یه تروریست توی خواب خیال خودشه، باقی میاد توضیح بده چی میاد توضیح بده؟ من نمیدونم، من در مملکت من نمیدونم، فقه این گونه هست، شما کار خودتون رو بکنید، من اینجا خود رو نماینده مردم میکنه، برای خود یک اعتبار. خیلی راحت شما میتونید اون رو چیز کنید، مثل همین محاربه که الان آقای محسن برهانی خیلی راحت دستشون رو روک کرد، تو خود همین رژیم هم هست و همینطور مسائل دیگه. پس آزادی بیان یک وسیله، حتی یک سلاح هست برای از بین بردن سکو، یک وسیله خشونت زدایی است. این وسیله رو به بهترین نحو لازمه ازش دفاع کنیم. حالا جنبه های دیگه هم میگم، میام پایین تا دوستان صحبت کنیم. مرسی. سپاس جناب رایی. وقتی که بحث آزادی بیان میاد، من به شخصه خود به خود ذهنم میره سراغ نویسنده ها. دوستان، امروز چند نفر از اعضای کانون نویسندگان ما در زندان هستند به خاطر نوشتن کتاب، به خاطر ترجمه کردن. افرادی چون آرش گنجی، چون علی اسداللهی و و و و روزنامه‌نگارهای ما امروز در زندان هستند و این حکومت اسلامی باز بیرون از مرزهای ایران هم. ما در چند ماه پیش ترور ناموفق این نویسنده آیات شیطانی رو داشتیم که اون هم برمیگرده به اون فتوایی که در ابتدای چاپ کتاب آیات شیطانی داده بودن. قهر سلمان رشدی، مرسی که اسمش رو یادداشت کرد، گفتید جناب رایی. و این روزها با توی فرانسه که حالا شما میگید اونقدر ما، یعنی آزادی بیان هست ولی آزادی بیان مطلق نیست، ما با کاریکاتورهای شاردی ابدو مواجه شده بودیم که برای اونها هم خط نشون کشیده جمهوری اسلامی که میخواد به حسابشون رسیدگی کنه. بله، بسیار
زیبا و در کنار ما تمام قد ایستادند و مبارزه کردند و به شخصه واقعا ممنونم از کاریکاتوریستا و روزنامه‌نگارهای فرانسوی که این کار رو انجام دادن و یه قوت قلبی به ما مردم ایران دادن. میخوام بگم که نه تنها در درون ایران که بیرون از مرزهای ایران، نه تنها برای ایرانیان که برای افرادی از کشورهای دیگه که قوانینشون کاملا با ما متفاوت هستم خطونشون میکشه و برای اونها هم ایجاد مزاحمت میکنه. جناب گلستان جون شما رو میشنویم، دوستان مایک رو برشون آزاد کنید و پس از اون هم خوشحال میشم بقیه دوستان مشارکت کنند در این بحث. متشکرم بانو محبوبی عزیز. خدمت شما که شاید یه نکته رو باید توجه داشته باشیم، این که اسلام با اومدنش که نیومده، با تحمیلش در باید در ایران یه گزینه بغلش اومده به عنوان این که شما باید اگر بخواین رفت اعمالتون قابل قبول باشه یه کسی رو در نظر بگیریم به عنوان مرجع تقلید و هرچی اون میگه اگر اجرا بکنین شما اعمالتون درسته. حلال و حرام رو حالا بر حسب اینکه شما چه مرجع تقلید رو انتخاب میکنین، هرچی بگه اون حرومه حرومه، اونی که بگه حلاله حلاله، حالا از کجاش میگه بر حسب حالا هرچی که خونده. مثلا وقتی این گزینه میاد عملا پیش پیش شما دیگه معنی برای این آزادی بیان اصلا نمیتونید عنوان کنید، چون جلو جلو شما حالا میگیم صحبت وکالت، شما جلو جلو وکالت دادی به اون آقا که هر چی اون میگه شما میگید چش. پس دیگه چه آزادی اصلا اینجوری، این اصلا آزادی بیان چه معنی میده؟ و اون وقت یه آقای مکارم شیرازی توی یکی از نوشته‌هاش نشون که بعضیا میان میگن که اسلام به ایرانی ها تحمیل شده، این باعث اینه که شما ایرانیان آزاده رو سرکوب میکنین، میگین که مثلا خدا نوشتش دقیقا اگر یادم بیاد این که در واقع مثلا زیر سوال میبرین جامعه ایرانی رو. خب شما به من بگین که وقتی یک گروهی از یک کشور دیگه به یک کشوری حمله میکنن و هر آنچه که میخوان رو بهش میگن شما باید این کارو، اینو بهش تحمیل نمیگن؟ اون معتقده که ایرانی ها استقبال کردن از اسلام. من که تو تاریخی که حالا مطالعه کردم این استقبال رو ندیدم، ولی حالا با همه این حرفا وقتی مرجع تقلید میاد عملا این آزادی بیان حذف میشه. ولی خیلی ساده است برای هر کسی که بخواد، حتی از گفته هایی که همین آقایون از اسلام گفتن یا تو قرآن نوشته شده، برداشت کنه که انسان یه تفاوت عمده با حیوان داره و اون تفاوتشون عقلیه که خدا بهش داده. خب خدا عقل رو نداده که آدم آکبند نگرش داره بعدم باهاش بره تو زیر خاک، داده که ازش استفاده کنه. استفادهش یکی اینه که آقا من هر چی که تو ذهنم میاد بپرسم و بطلبم که آقا من اینو میخوام چجوری به دست بیارم، یا اصلا اینو نمیخوام چجوری اینو ازش صرف نظر کنم. اگه قرار باشه آدم این استفاده حداقل رو از مغزش نکنه که دیگه همون باید با همون حیوان برابرش بکنی. ولی میگم حکومت اسلامی چون اون گزینه مرجع تقلید میاد مثلا، عملا دیگه این مغزه آکبند باید بمونه و هیچ کارهای دیگه رو اونا ازش انتظار ندن. ممنونم از وقتی دیمانی. دقیقا جناب جهانبین، وقتی که ما در یک جامعه ایدئولوژیک داریم زندگی میکنیم که همه چیز بر اساس ایدئولوژی هست و در تمام دوره های تحصیلمون از دوره ابتدایی راهنمایی دبیرستان و دانشگاه تا که میایم بالا، یک چیزی از تمام مراحل و دوران زندگی ما حذف شده و اون هم تفکر انتقادیه. به خوبی و با دقت این رو حذف کردن، به ما یاد ندادن، گذاشته یه جوری کنار. از کجا میاد؟ از همون اولش هم از همین تقلید کردنه میاد دیگه. یعنی به اینقدر این خیلی مغزشون برای این کار میکرده و خیلی دقیق این مهره هاشون رو چیدن، ولی
این وسط هم خب حالا وقتی که دیگه ما توی عصری هستیم که دوره دیجیتالیسم هست و با اومدن نت ها و با دسترسی پیدا کردن ما به کتب دیگه و خوندن و مطالعه کردن یا آگاه شدن والدین و تربیت کردن بچه هاشون و یاد دادن تفکر انتقادی به بچه هاشون، کم کم میبینیم که این داره تغییر میکنه. و اگر در این روزها خودشون دارن صحبت میکنن که ما در زندان زبان این بچه های دهه 80 رو نمیفهمیم، نوع حرف زدنشون رو نمیفهمیم، چون که اینا یهویی آچمز شدن میگن که ای بابا ما که یه چیزای دیگه برنامه ریزی کرده بودیم، اینا چرا که این کارخونه آدمسازی ما یک آدمای دیگه داره تحویل ما میده، چون در موازی اون در دنیای موازی مجازی تفکر انتقادی رو ادبیات خودشون و واژه های خودشون رو و و و که ماها باشیم یاد گرفتیم و خب قد علم کردیم در مقابل اونها و آزادی بیان رو برای خودمون یک ارزش میدونیم و هر کسی که بخواد اون رو از ما بگیره در مقابلش میستیم. جناب رایی دست رو میبینم بلنده میشنویم و بعد از اون خانم ولیزاده عزیز. بله خیلی ممنون. این نکته رو میخواستم بگم که گفتگو خودش هنره و توجه داشته باشیم که موقعی که با هم گفتگو میکنیم رژیم به ام نیروهای خودش رو میاره این وسط که تخریب کنه و لازمه تخریبهایی رو که رژیم در این گفتگوهای مجازی که بین ما هست در بعضی از جاها میتوانه بکنه و میکنه اونا رو شناسایی کنیم. یکیش همین ابهام هاست، دو تغییر هاست، تغییر زن، تغییر انسان ایرانی، تغییر مردم به عنوان توده در مقابل والایی مثلا ولی فقیه و امثال اینها. بنابراین لازمه زور که وسیله قدرت انواع اقسام شکل‌های مختلف زور رو بشناسیم و روشون کار کنیم. یکیش دروغه، یکیش ارعابه، یکیش ایجاد تحقیر، تمسخر و ایجاد خجلت زده کردن، ترساندن، وحشت زده کردن و همون ارعابه و تمام انواع اقسام اشکالی که همه همون زورن منتها شکلشون عوض شده. و به این علت هست که میتوانه این کارها رو انجام بده که در ما این آلودگی وجود داره، کم و بیش عصبانی که میشیم فحش میدیم، فحاشی هم یکی از اشکال زوره، ناراحت که میشیم میگه برو بابا دیگه، حرفات رو در واقع سبک سنگین میکنیم و یه جایی رو میپذیریم، در وسط میپذیریم گاهی اوقات، یه جایی رو نمیپذیریم به این علت که نظر منفی داریم و بنابراین لازمه به جای خوشبینی و بدبینی واقع بین بشیم و بنابراین لازمه توجه کنیم که لازمه حرف رو بشنویم. کاری به این که کین رو گفته نداره، مثلا به عنوان مثال نگیم بابا این ممکنه فلان نیروی خارجی این رو گفته، اینو ممکنه رژیم گفته، اینو ممکنه فلان کسی که دشمنی با من داره، نه خود حرف رو بسنجیم. با چی بسنجیم؟ با معیارهای حقوقی. موقعی که سنجیدیم اگه مورد قبولی میپذیریم، اگه مورد قبول نیست نمیپذیریم، ربطی به این که کی گفته نداره. ممکنه یه آدمی که دشمن شماست یه حرفی رو میزنه که درسته، یه آدمی که ممکنه دوست شماست یه حرفی میزنه غلطه. بنابراین این که من اعتماد کنم در بس بپذیرم به استقلال انسان ربط نداره. استقلال انسان رو دوباره به خاطر فایده تکرارش میگم، انسان با محتوای حقوقی به دنیا آمده، حقوق به انسان چسبندگی داره، انسان این سخت افزارش این حقوق به عنوان یک سیستم کامل، این عقل انسانه، عقل طبیعی انسانه، این عقل طبیعی انسان، این سخت افزار طبیعی انسان، انسان رو موجودی کرده که میفهمه، تجزیه تحلیل میتونه بکنه، تشخیص میتونه بده، اندازه ها رو میتونه پیدا بکنه و راه حل ها برنامه ها رو میتونه تحقیق کنه پیدا بکنه.
این انسان به علت این گونه بودنش مستقله، خود رهبر خودشه و کسی نمیتوانه این استقلال ازش بگیره، این رهبری رو ازش بگیره، این که خودش مدیر خودش باشه رو ازش بگیره. پس بنابراین به علت استقلالی که انسان داره تصمیم قابل انتقال نیست، نه به شخص قابل انتقاله، نه به جمع قابل انتقاله، نه به وکیلی قابل انتقاله، نمایندهی قابل انتقاله. تصمیم رو هر کسی خود میگیره و زمانی که گفتگو میکنه اغنا ایجاد میشه و اون موقع است که میپذیره. چگونه؟ فکر میکنید، بررسی میکنید، یک زمانی میدونه این رو پذیرفتین، مورد قبولتونه، شما در اینجا درونیش کردید این مفهوم رو، اینجاست که من و شما همدلی پیدا کردیم روی اون مفهوم، اینجاست که من و شما اون مفهومه دیگه نه مال شماست نه مال کسی دیگه است، مال هر دومونه. بنابراین در اینجا توجه داشته باشین موقعی که میخوان ثبت کنن اختراعها رو، در مرحله فکر نمیتونن ثبتش کنن، لازم اون شکل مادی تازه پیدا بکنن میتونن ثبتش کنن. پس اگه یکی بیاد بگه این فکر مال منه، بی خود میگه. ولی اگر اون اومده، اون فکر اومده به صورت نوشتاری در آورده، تز دکترا کرده، اونجا دیگه مال اوه، اون دیگه نمیشه دزدیدش. پس لازمه توجه بکنیم که ما موقعی که از آزادی بیان صحبت میکنیم، از استقلال انسان، از انسان باشعور داریم صحبت میکنیم. پس آزادی بیان به معنی این نیست که من میتوانم فضیلت‌های انسان رو هم زیر سوال ببرم، توانایی‌های انسان رو هم زیر سوال ببرم، آزادی مطلق انسان رو هم محدودش کنم که بابا تو به من قول دادی چرا فلان کار رو کردی. اون آزادی مطلق او رو برای انجام دادن یک کار حقوقی رو احتیاج به بند و قرارداد نداره، من به قرارداد نمیتونم اونو محدودش کنم. پس لازمه توجه کنیم موقعی که از آزادی بیان صحبت میکنیم، از آزادی مطلق انسان صحبت میکنیم، و موقعی که از آزادی مطلق انسان داریم صحبت میکنیم، غالب نه، زندان نامرئی نه، چارچوب نه، حد نه، خط قرمز نه، چی به جاش؟ اندازه. حقوق اندازه سنجه. مثال فعالیت‌های اقتصادی ما داریم، هر کی دنبال منافع خودشه، ما می توانیم اندازه های فعالیت اقتصادی رو حقوق موضوعه کنیم که فعالیت های منفعت طلبانی ما در رابطه با اون حقوق موضوعه باشه. مثال بزنم، قیمت پایانی محصول چند درصدش بالا سرمایه باشه، یه محصولی رو که 5 دلار یا 5 اوقا می فروشن چند درصدش مال سرمایه باشه، 30 درصدش مال سرمایه باشه، 40 درصدش مال سرمایه باشه، یا مثل الان 70 درصدش مال سرمایه باشه. قبل از جنگ جهانی دوم نزدیک 30 و چند درصد بود، بعد از جنگ جهانی دوم 50، الان هم 70 درصد. سهم کارو نمیدونم دیگه برای شما بگم، مالیات همین رو 30%. خب این رو میشه اندازه گرفت. چگونه میشه اندازه گرفت؟ استهلاک کارخونه رو میشه اندازه گرفت، کار فشرده شده که سرمایه شده رو میشه اندازه گرفت، دستگاه جدیدی که بعد از این دستگاه کهنه میشه رو میشه اندازه گرفت، سهم جامعه رو میشه اندازه گرفت، همه اینا. پس میبینیم حقوق اندازه سنجه. پس لازمه توجه کنیم موقع از آزادی مطلق بیان داریم صحبت میکنیم، داریم صحبت میکنیم از اینکه ما با هم بر روی اصول مشترکی میتونیم با هم صحبت بکنیم. من نمیتونم صحبتی رو بکنم بر اساس معیاری، خانم محبودی صحبتی بکنه با این معیار دیگه، میشه صحبت موازی. صحبت، گفتگو، دیالوگ فرق داره با مونولوگ. مونولوگ هر کی بر اساس معیارهای خودش صحبت میکنه، گفتگو هم شکل نمیگیره، اما دیالوگ یا گفتگو بر اساس معیارهای مشترک، تا بتوانیم معیارهای غیر مشترک روش گفتگو کنیم بر اساس معیارهای مشترک. مرسی، خیلی ممنون. سپاس جناب رایی، هر آنچه که شما میگویید شالوده اون بیس آموزش هر انسان آزادیه که باید از همون ابتدا اینها پایه‌گذاری بشه که این انسان روش ساخته بشه و بیاد بالا. خوشا به حال ما که امروز اینجا هستیم و میشنویم و میآموزیم، و ای کاش این موارد و این مباحث از همون ابتدا به جای اون تقلید و
این موارد توی مباحث آموزشی ما بود که میآموختیم، مطمئنا الان جهانی بهتر داشتیم. خانم ولیزاده عزیز، سپاس از اینکه میخواد مشارکت کنید، و دوستان عزیز دیگه ازتون دعوت میکنم که بیاید گفتگو کنید، نظرتون رو بگید، ما خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. خانم ولیزاده، شما رو میشنویم و من منتظرم که دستای جدیدی بالا بیاد. خیلی ممنون مجدد که ما رو در اختیار من قرار دادین. خانم مهبودی، شما توی صحبتاتون از آموزش حکومت آموزش هایی که در حکومت وجود داره صحبت کردین. من خواستم نظر خودم رو در این باره بگم که حق اعتراض و حق آزادی اندیشه، همونطور که شما صحبت کردین، از زمانی که ما به مدرسه میریم از ما گرفته میشه. حالا زمانی که ما داخل مدرسه بودیم و اعتراض میکردیم و میگفتیم که مثلا ما گرممونه، میخوایم مقنعه نپوشیم، مثلا میخوایم چیز کاری رو انجام ندیم، میخوای بری بکنی، برو خونه پدرت بکن، تو خونه انجام بده، اینجا حق نداری تو این کار رو انجام بدی. یا مثلا میگفتی که میرفتی یکم دیگه بزرگتر میشدیم، دنبال یه چرایی های بزرگتری میگشتی، مثلا چرا این مردم رو میکشین، یا چرا مثلا به قول معروف زور میگین. برمیگرستشان میگن که مثلا دوست دارین آزادی میخواین، آزادی بیان میخواین، آزادی اندیشه میخواین، از این کشور بریم. یعنی به قول معروف هیچ منطقی توی حرفاشون نیست که بیان اثبات بکنن، بگن آقا شما، ما داریم به این علت مردم رو داریم میکشیم، و بیان بشین صحبت بکنن با مردم. یعنی ظالمن دیگه، دارن ظلم میکنن و هیچ صحبتی هم ندارن، بیان خودشون رو تعریف بکنن، بیان تو جوامع بین الملل بشینن حرف بزنن و تو جوامع بین الملل ازشون سوال بپرسه که این قتلایی که صورت گرفته و این اعدامهایی که صورت گرفته به چه علتی این کار رو انجام دادن، چرا بچه های مردم میکشن، چرا به دلیل های خیلی کوچیک خیلی حکمای بزرگی رو برای خیلی ها می نویسن. خلاصه خانم مهبودی، حکومت مردم رو خسته کرده و به قول معروف دیگه این خستگی، هر چیزی ما میخوایم بگیم، هر آزادی بیانی میخوایم بگیم، هر اعتراضی که میخوایم بکنیم، یه برچسب دینی میچسبونن قدرش، به دین ربطش میدن و ماجرا رو کلن از بین میبرن، ماجرا رو میبندن، خفش میکنن، پوشش میذارن روش. و ای کاش که مثلا واقعا ای کاش که این جمهوری اسلامی کلن نیست و نابود بشه، که یه سری انسان هایی تو که ایران دارن زندگی میکنن، بچه هایی که الان دارن تو ایران زندگی میکنن، بتونن یه نفس راحتی بکشن، بتونن یه امیدی داشته باشن به آینده. ممنون ماکش رو در اختیار من قرار دادید. سپاس خانم ولیزاده. ما هم حکومت رو آسی کردیم، ما با انقلابمون اون رو آسی کردیم، اون هم خسته کردیم، اون بیشتر از ما خسته است، مثل پهلوان پنبه است، نشون نمیده، پوشالی خالیه. خیلی از نمودهاش و نشونهاش رو هم در همین ماهای اخیر دیدیم. یه نمونهش این بود که من خیلی سال پیش یادمه که ریگی، هواپیمای ریگی رو نشوندن. این روزا میبینیم مثلا هواپیمای علی دایی، همسر علی دایی و دخترش رو مینشونه. همین اعدام ها، هر کاری که داره الان انجام میده، همه نشون از ضعف و آسیب بودنش هست. پس خیلی نگران نباشین، دیگه آخر خط جمهوری اسلامی هست. به زودی مردم ما به اون آزادی که مستحقشونه در تمام زمینه ها، به خصوص آزادی بیان که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، میرسن. سرور عزیز، مرسی از این که میخواید مشارکت کنید. دعوت میکنم دوستان دیگه هم مشارکت کنن. دوستان، برای خانم قلی‌پور عزیز مایکشون رو باز کنید تا بشنویم نظراتشون. مرسی از وقتی که مجددا به من دادید. ببینید، از شما هم فرمودید، ببینید آزادی بیان از زمان ابتدایی، از زمان دبستان به ما داده نشد، نه تنها آزادی بیان. من نمیدونم، من دهه 60 بودم، ما حتی مدرسه هم که میرفتیم روی رنگ نمیدونم کفشمون، کافشنمون، نمیدونم مغنه همون،
روی همه چیزمون نظارت اینا داشتن، یعنی ما نباید کفش رنگ شاد میپوشیدیم، کاپشن مثلا رنگ شاد نباید میپوشیدیم. حالا خدا رو شکر خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده، ولی بازم محدودیت هایی هست. الان باز خانواده ها خیلی آگاهی پیدا کردن. من اون روز سر جلسه ادیان که بود بهشون گفتم، گفتم بچه ها از اول دبستان قرآن دارن، کتاب هدیه های آسمانی دارن، یعنی از اول بچه ها رو دارن اینو پرورش میدن، یعنی همون جوری که میخوان دارن هدایتشون میکنن. ماه رمضون که میشه معلمه نمیدونم هدیه های آسمانی یا نمیدونم این معلمشون، من کلاس ها که آنلاین بودم من تو خونه بودم، وقتی بچه ها مدرسه میرن شما از مدرسه خبر نداری، نمیدونی که تو مدرسه بچه چی میگن، چی آموزش بهت میدن. ولی این جریان آنلاین که شد، خیلی از کارهایی که سر بچه ها در میبردن و خانواده ها متوجه شدن، چیزایی که بچه ها آموزش میدن، چیزایی که از بچه ها میخوان، مثلا معلمه مثلا حالا هدیه های آسمانی میشه دینی زمان ما، بچه ها نهار خوردید؟ خب مثلا بچه نمیدونه بگه نهار خوردم نخوردم، بعد مگه روزه نیستید؟ تو خونتون مگه غذا خوردید؟ حالا حساب کن مثلا به بچه بخوای توضیح بدی، همه نباید روزه بگیرن، شاید یکی مریض باشه، شاید دوست نداشته باشه یکی روزه بگیره، حالا حساب کن بچه میخواد غذا بخوره، میخواد به معلمه مثلا حالا خودش رو عزیز کنه، ممکنه دروغ هم بگه، بگه نه من غذا نمیخورم، یا اینکه بخواد غذاشو بخوره با عذاب وجدان مجبور میشه بخوره، هر قاشقی که میخواد بخوره میگه نکنه من دارم کار زشتی میکنم. ببینید اینا تا این حدود دارن داخل بچه‌ها نفوذ میکنن. ولی بهتون میگم الان خیلی از خانواده‌ها مثلا برخورد میکنن، میگن که نه مثلا گوش نده نمیدونم چی اینا، ولی تا یه حدی میتونی داخل مدرسه هم جلو بگیری، بچه تو اون محیط داره بزرگ میشه، دبستان که باشه مخالفت کنه خب اونقدر مثلا دیده نمیشه، ولی حساب کنیم مثلا یه بچه بره دبیرستان حالا بخواد خیلی مثلا مخالفت کنه، مطمئن باشید این بچه رو یه جوری سرکوبش میکنن. حالا هر چقدر داخل خونه فضا رو براش باز کنی، مثلا بگی آزادی بیان داشته باش، این کارو بکن اون کارو بکن، از حق دفاع کن، ولی باز اینا تا زمانی که هستن یه جایی پیدا میکنن که بچه رو سرکوب کنن. مرسی از وقتی که به من دادید. سپاس خانم قلی‌پور عزیز. میریم سراغ جناب رایی که ادامه صحبت‌هاشون رو داشته باشیم و همچنان من دعوت می‌کنم دوستانی که تا الان صداشون رو نشنیدیم مشارکت کنن در بحث. علی خیلی ممنون. خواستم یه نکته دیگر رو در رابطه با آزادی بیان و نکاتی رو که دوستان عزیز ما خانم ولیزاده و خانم سمانی گفتن مطرح کنم. توجه داشته باشیم که خانم معبودی درست گفتن، اینا پهلوان پنبه، این پهلوان پنبه ها رو لازمه با حالت ترحم باشون برخورد کنیم. یه قاعده ای هست از نظر جور، نه تنها قربانی قربانی است، بلکه اون مجرم هم قربانی است، مجری قربانی اون آلودگی به اعتیاد خودش، و بنابراین او ترحم می طلبه. چگونه؟ لازمه نوعی باش برخورد کنیم که بتوانه خود رو تغییر بده، نبندیم درو. این حرف رو کارل یسپر به خانم هنا ارنت گفت. خانم هنا ارنت موقعی که جنایتکارای جنگ جهانی دوم رو بررسی میکرد، اینا خیلی جنایتکارن، خیلی. کارل یسپر گفت حواست باشه موقعی که اینها رو میکنی یه موجودات غیر عادی، از دسترس انسان خارجش میکنی. اینا موجودات معمولی هستن که این جنایت ها رو میکنن، معمولی نگهشون دار. پس بنابراین لازمه با جنایتکارا نوعی برخورد کنیم که بتوانن اینها برگردن، با حور بشن، اینجوری که در چیز فرهنگ اسلامی هست، یا تو فارسی خودمون سیاوش بشن، توی فرهنگ ایرانی خودمون سیاوش بمانن و بر روی سیاوش بودن خود تاکید کنن تا فهمیده بشن. ببخشید من اشتباه گرفتم سیاوش رو، یه شخصیت دیگه است که به هور میخوره، سیاوش به امام حسین میخوره، یعنی که میسه مقاومت میکنه و بالاخره نشان میده که راه درست رو داره میره. حالا چرا این رو میگم به شما؟ به این علت که نشان بدیم که ما از جنس تو نیستیم، تویی که زور میگوی. یه خبرنگار افغانی رو جدیداً دیدم مصاحبه میکرد با یکی طرف، میگو بله در اسلام آمده است که نمیدونم زن باید حجاب، گفت کدوم آیه قرآن که تو میگویی میگوید که زن حجاب اجباری است؟
زن باید در خانه بماند، در دانشگاه نمیدونم درس نخواند. گفت در آیه قرآن هست و فلان آیه های گفت، بگو کدام. هی اصرار کرد و نتونست بگه. این راه گفتگوه. و موقعی که شما میتونید این کار رو مثل سقراط انجام بدید، به جای اینکه حکم صادر کنید که نه تو نمیگویی، تو غلط میکنی، تو اشتباه میکنی، من درست میگم، سوال کنید ازش مثل سقراط. هی سوال سوال سوال، دوباره میاد جواب میده، تو سوالش جوابش سوال پیدا بکنید. این موجب میشه که طرف داره فکر میکنه دیگه، اون چون عادت نداره به فکر کردن، سرش رو تقلید برباد داده. و موقعی شما مجبورش میکنید دو راه داره، یا یعنی اینکه عصبانی بشه و بگه من برو بابا من بحث نمیکنم، یا یعنی اینکه اشتیاق نشون، اشتیاق که نشون میده هی تو تناقضهای خودش رو پیدا میکنه. یک نکته این. دو، آزادی مطلق بیان یا آزادی بیان کلی بافی نیست. لازمه موقعی یکی داریم با گفتگو میکنیم واضح باشیم کلی بافی نکنه. مورد به مورد، موقعی که ادعا میکنه لازم اون مورد رو اثبات کنه، تحقیق خودش رو بگه، شواهد خودش رو بگه، رفرانس سند منابع خودش رو بگه. و موقعی که پاسخ داده میشه دوباره اگر اتهامی رو مطرح میکنه یا ادعایی رو میکنه دوباره اثبات کنه. در استبداد تهمت میزنن به آدم ها و خود این آدمی که باید اثبات کنه، این باید عوض شه. اون کسی که تهمت میزنه مسئولی که عوض بکنه. کلی بافیش اثبات نمیکنه که تو مثلا من تو رو از قدیم میشناسم، تو آدم عوضی هستی، این راه حل نیست، من میدانم که تو این گونه هست، این کلی بافیه. پس آزادی بیان، وارد گفتگو شدن و وارد جزئیات شدن و مستند و تحقیقی گفتگو کردنه. خیلی ممنون، مرسی. دقیقاً صحبتی که جناب رایی میکنن همون تفکر انتقادی، پرسشگر بودن، تأمل کردن، یه چرایی گذاشتن قبل هر چیزی که به ما میگن و بعد دنبال دلیل برای هر آن چیزی که به ما میگن گشتن، تفکر کردن، تأمل کردن، بسیار بسیار هم سخته. وقتی که این تفکر انتقادی رو بهت یاد نداده باشن، از یه جایی به بعد انگار دیگه حوصله فکر کردن و حتی گفتگو کردن و پرسش و اصلا پاسخ اینها نداری، فقط میخوای سریع ترین و دم دستی ترین جواب رو که اونها گذاشتن، اون سریع ترین دم دستی هم گذاشته رو تاخشه که تو سریع برش داری و اون به هدفی که خودش داره برسه. با همچین مسئله روبرو میشی و پرورش دادن همچین تفکری و استفاده کردن از همچین راهی مطمئنن کمک میکنه به ماهایی که حتی در کشورهای آزادتر داریم زندگی میکنیم، در بیرون از ایران هستیم و خیلی وقتا میبینیم که آزادی بیان داریم ولی چرا ازش استفاده نمیکنیم، چرا بلد نیستیم ازش استفاده کنیم، چرا نمیتونیم به کار ببریم چیزی که به ما دادن. یعنی به خاطر زمانی که در ایران بودیم و اینجوری تربیت شدیم و یادش نگرفتیم، وقتی که میایم بیرون در اون فضای آزاد هم از این آزادی بیان خودمون، از این استدلال خودمون، از این از هر نظری که داریم استفاده نمی کنیم که بیایم با صدای بلند حالا توی همین جمع دوستانه حرف بزنیم و بیانش کنیم و حتی ازش دفاع کنیم و خودمون رو به چالش بکشیم. اینها یک سری قدم های اولیه‌ای هست که میتونیم برداریم و تمرینش کنیم و یادش بگیریم و بلدش بشیم. فکر میکنم این مسئله خیلی مهمه. و یه چیزی که همینطور که داشتیم صحبت میکردیم توی ذهنم اومد، اگه دوستان شما میدونید حالا بنویسید یا بگید، یکی از نویسنده های ما هست که به خاطر یک کتاب نانوشته در زندانه، گفتن که اون چیزی که تو خیالت بوده خیلی خوب نبوده. و من هر چقدر که الان هی داشتم فکر میکردم کی بود یادم نمیاد، ولی ما همچین مسئله رو هم داریم الان توی ایران و خیلی جالبه. این دیگه واقعا نوبره. خانوم اسم کجیشون رو فراموش کردم، خانوم ایریایی بودن، همسر آیه آرش صادقی ایرانی. اگه گلرخ ایرانیه، گلرخ میشناسمش. بله آره، چون من اینا رو از نزدیک میشناسم. بله گلرخ ایرانی، نمیدونستم گلرخ بوده، یادم رفته. و گلرخ ایرانی به خاطر کتابی که حالا
اصلا نه نوشته شده نه چاپ شده، یعنی به خاطر اون الان توی زندانه. و اینجا دیگه جناب رایی من فکر میکنم الان شما باید یه نطقی برای ما در این مورد میگم خلاقیت داره، باور کنید خیلی خلاقه جمهوری اسلامی توی این موارد. اگه که آره مایک رو آزاد کنید جناب رایی رو بشنویم، برای خود من جالب نظرشون داریم. ببینید خیلی ممنون. ببینید نظر من اینه که جنگ روانی است. حالا چرا این جنگ روانی رو در آورده؟ برای اینکه توی این 40 و چند سال اومده بازی‌های فکری در آورده و یه دی خریدارش بودن. گفته که مثلا شما تو خونتون با زن مذاکره نکنید چون لوت میده. خریدار پیدا کرده این بین ما. یا مثلا میگه خانمی میگه شوهرداری مثلا به درد خرسواری میخوره، مثلا اینو میندازن و هم میندازن، بعد یه دیگه هم اینو به شوخی یا جدی خریدارش میشن. پس لازم توجه کنیم جامعه‌ای که در اون میتوانه با عقل شعور مردم تا این حد بالا بازی کنه، جامعه‌ای که درش خرافات خریدار داره، ابهامگویی خریدار داره، نمیدونم دست به سر کردن خریدار داره، بی حوصله گفتگو کردن خریدار داره، شلخت بازی ها خریدار داره. و لازمه که فرهنگ دموکراتیک، فرهنگ گفتگو، فرهنگ ارتباط اندیشه، لازمه که از جمله کارهایی که لازم انجام بده اینه که با خرافات مقابله کنه. و به این علت هستش که لازمه همواره دو تا هنر بشناسه، دو تا دین بشناسه، دو تا اجتماع حقوقی و غیر اجتماعی بشناسه و همینطور دو تا سینما بشناسه، دو تا ورزش بشناسه، همینطور. و لازمه دائما اون فضای قدرتی که دارش براش ایجاد میکنم بیاد بیرون، تو این فضا سازندگی ایجاد کنه. و این رو هم بدانه که شما به محض اینکه خلق میکنید تو فضای آزادی، او که نمیتوانه خلق کنه کپی کار میشه، همین کارهای شما رو میاد کپی میکنه، راست و دروغ و قاطی میکنه، اون چیزی که شما میخواد شفاف ارائه بدید مبهمش میکنه. و تو این مبهمکاری ها، توی این جدل کاری ها، کاری که میکنه یک اقیانوسی از اطلاعات و تجزیه تحلیل براتون درست میکنه که توش غرق شین. اقیانوسی که 5 سانتی متر عمق داره اما به علت زیادش حوصله ها رو سر میبره. پس لازمه ذهن خود رو عادت بدیم به حقوق، ذهن خود رو واقع شناس بکنیم و ذهن خود رو تعلق بدیم به موضوعهای تخصصی خاصی. هر کدوم یه موضوعی رو برای خود انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی که انسان موجودی است فعال، هم خلاق، هم فراگیره، هم استعداد هنری داره، هم استعداد تنظیم امور و اقتصادی داره و هم استعداد مدیریت خودش داره. این کارا رو باید در طول روز مرتب تکرار کنه و تمرین کنه. پس محیط فعالیت انسان توی این حوزه‌های مختلفه و فکر تشخیص فکر راهنما رو داره، استعداد تشخیص فکر و روی این استعداد خودش کار کنه. پس شغل یک کار که میتونه به یکی از این جنبه‌های این کارهایی که در روز باید انجام بدیم ربط پیدا کنه، نه به همشون. پس انسانی که این استعدادهای خلاقیت، فراگیری، هنری، مدیریت اقتصادی و تشخیص فکر راهنما رو تعطیلش میکنه، موقعی که موضوع پیش میاد برای تجزیه تحلیل و بررسی یه جایی میلنگه. تازه طرفی که میاد حرف میزنیم یه نه بلد بودم و تمرین چون نکردم یادم رفته بوده یا نمیدونستم یا اینکه خوب روش مهارت پیدا نکرده بودم. پس رژیم سوء استفاده میکنه از خرافات، سوء استفاده میکنه از تحقیر، سوء استفاده میکنه از درگیری ها و رابطه های تقابلی تا همدلی ها روز بروز کم بشه. به میزانی که همدلی زیاد میشه،
تقابل ها کم میشه، مثل یینگ و یانگ چینی میمونه، فضای این که زیاد بشه فضای اون تنگ میشه، فضای اون زیاد بشه فضای این تنگ میشه، و همینطور فضای آزادی رو که زیاد کنیم فضای قدرت تنگ میشه. بنابراین رادیو بازار کدوم رادیو بازاره، کدوم فایده رو داره این رادیو بازار؟ رادیو بازار اینه که شما به صورت شفاهی گفتگو میکنید و تو این شفاهی گفتگو کردن سعی میکنید بیشتر سوال کنید. من شنیدم که فلان چیز گفته شد، درسته؟ تو اگه کسی جاسوس باشه یا کسی باشه که خبرچین باشه، شما بی من که نگفت، من شنیدم، بخواستم بدونم، منم نفهمیدم خودش تو. میبینی این میشه رادیو بازار. این رادیو بازار رو راه انداختن در شبکه‌های اجتماعی، همینطور در به صورت روزمره کارساز خواهد بود. و تو این رادیو بازار دشمن هم امکان پیدا میکنه که فکر بکنه. خیلی ممنون، مرسی. سپاس از جناب رایی. جناب سامانی مرسی، متشکرم از اینکه میخواید مشارکت کنید و مایک رو دوستان آزاد کنید تا بشنوید. دوباره خدمت دوستان و وقتی که اختیار بنده گذاشتید، متاسفانه ببینید که مملکت خود ما ایرانی ها به جز حالا کم و اندکی، ما بقی عادت کردیم به یک سیستمی که یک حالت دیکتاتوری با سرمون باشه متاسفانه. و خیلی همین الان هم که به فرض میخواد انقلاب بشه، ما به این راحتی تو سیستم ایران نمیتونیم دموکراسی را پیاده کنیم. خود دموکراسی پیاده کردن خودش باید خود مردم پرنگش را یاد بگیرن. متاسفانه ما تو ایران، حالا بیشترم در رتم قسمت های اصلاحات رو بگم خاورمیانه، ما عادت کردیم به یک سیستم حالت دیکتاتوری. زمان قبل از این شاهان بودن، بعد از شاه عوض شد، شد حالا رهبر دین اسلام، ولی نوع سیستم اون دیکتاتوریه. زمانی هم شاه بود دیکتاتور بود، الان هم خمینی دیکتاتوره بود، فرقی نمی کنه. متاسفانه ما یه مقداری عادت کردیم به سیستم های دیکتاتوری. اگر نگاه کنید اول انقلاب هم حزب ها اومدن، گروه ها اومدن، دست ها اومدن، ولی نشد، چون ما عادت نداشتیم، برای همین هیچ کس حمایتشون نکرد. حالا هم کشورهای خارجی به نوعی نمیخواستن، هم داخلی ها هیچ کس اون حزب و دستار هم حمایت نکرد که بتونه مملکت به صورت مثلا دموکراسی پیش بره. حالا متاسفانه اینه، برای همین ما یکم توی انقلاب و همین اعتراضاتی هم که الان بود، حالا بیشتر به خاطر سرما و خیلی از مسائل شده حالا کم شده، میبینید یه قشر خیلی کم در حد 2-3% که حالا میگم من درستم است، اینها فقط میان بیرون و اعتراض میکنن. مشکل اساسی ما این الان تو اعتراضات انقلاب و هر مسئله دیگه که باشه تو این دفعه. خیلی ممنون، سپاس از مشارکت شما. یکی از ستونهای مهم دیکتاتوری و دیکتاتورسازی ذهن مردمه، اصلا یکی از پایه‌های خود مردم، یعنی اون استبداده و اون دیکتاتوره رو خواهانشن میسازن. یعنی الان هم توی مرحله هایی هستیم که خیلی ها خستن، میگن حالا از این استبداد تا اون استبداد فرج است، اینطوریه. جناب گلستانجوی عزیز سپاس از مشارکتتون، میشنویم صحبتاتون. ممنونم. جناب رایی اشاره کردن به خرافات و شایعه پراکنی، من یاد یه مطلبی افتادم به روی صحبت قبلی که داشتم. خب زیاد نمیشه به این فکر که خب چرا ما اصلا از حق آزادی بیان زیاد یا اصلا بهش فکر نکردیم یا اصلا تجربهش نکردیم، یا موقعی به نسل های ما حالا جدید های خود شاید بهتر شده باشن. خب اگر تاریخ رو مرور بکنیم، ما تو چند دوره مختلف تو چند تا از جنگ هایی که به ایران حمله شد که آخری جنگ همین اعراب بود، کتابخونه ها و کتاب هایی رو که منابع ما بودن از بین بردن. خب حالا از اون دوره های قبل که چشم‌پوشی بکنیم، این آخری رو که در نظر بگیریم، چه دلیلی داره شما به کشوری حالا به یه اصلا به یه منطقه حمله کنی و کتبش رو آتیش بزنی؟ یعنی کتب رو از بین ببری، یا این کتب شاید برای خود شمایی که حمله میکنید شاید برای شما هم یه چیزی باشه، ولی عملا اینا رو آتیش میزنن برای اینکه
اون هویت رو که شما داشتین از شما بگیرن و یه چیز جدیدی به شما تزریق کنن. وقتی این حالت میشه، خب در واقع یه منبع عظیمی رو مثلا کشور ما توی این چند مرحله از دست دادن. و من فکر میکنم تو طبیعت آدم یه تنبلی هم وجود داره، تو طبیعت کل بشر که راحت طلبه. عملا الان سال هاست که ما کتابخانی در حالا ایران بکنم در حد چند درصده، حالا به 10% فکر نمی کنم برسه، الان حضور ذهن ندارم. ولی وقتی منابعی رو نداشته باشیم و تنبلیه هم به آدم اضافه شه، یک حکومتی هم روی کار باشه که اصلا اصولش بر استبداد باشه، عملا جایی به عنوانی که من به آزادی بیان فکر کنم وجود نداریم. ولی اینکه خانم ولیپور صحبت از آموزش میکردن، ولی اینکه حالا اصلا آموزش رو هم صرف نظر کنیم، بگیم اونا دخل تصرفی به این نداشته باشن که این نقطه رو سرکوب بکنن، خود به خود اون آموزه های قبلی که از بین رفته، جدید هم که قرار نیست اون قبلی ها رو به ما تزریق کنن، جدید هم قرار همون چیزی که میخوان رو به ما تزریق کنن. عملا این میشه که افرادی که تو دوره جدید میان یک کسایی میشن مثل حالا نگم مثل ربات، فرمان بردار هر آنچه که بالا هست. الان یک گروه، حالا درستش نمیتونم بگم، یک گروهی که حالا جزء مثلا بسیج و سپاه هستن، اینا یک چیزی مثل من و شما، ولی خیلی رفتن تو عمق اون رژیم و اونا اینقدر استادانه این مغز رو شستشو میدن که من باورم میشه که هرچی اینا میگن درسته. نمونه، من یه برادر کوچیکی دارم که توی فکر کنم سال 68 یا 70 خورده بود به پست یه سری بچه های مسجد، یک هفته اینا رو بودن دوره راهیان نور. باور کردنی نیست، حتی همین الان که توی یک هفته این بچه رو چیکار کردن که وقتی که برگشته بود تو صورت همسر من اصلا نگاه نمی کرد، سرش انداز بله هرچی شما میگید چشم انجام میدن. محسن بیا تولد نداداش، من حالا بعدا میام خدمت شما. عروسی اصلا رفته بود دانشگاه توی شهر نیشابور، من بر حسب اتفاق رفتم برای سر زدن بهش. اون کسی که هم اتاقش بود گفتش که محسن جان رفته حوزه علمیه. گفتم به حوزه علمیه چی کار داره؟ گفتش که فردا امتحان داریم رفته اونجا. گفتم من نمیتونست بخونه درس بخونه. گفت همسرمون عروسی دارن جشن میگن، سر صدا داره، رفته بهشون اعتراض کرده که آقا شما حق ندارین مثلا سر صدا موزیکتون بیرون بیاد. اونا قبول نکردن، اینا مجبور شده رفته اونجا. ظرف یک هفته باش این کارو کرد. من که میگم من و خانواده ظرف چند سال تونستیم اینو دوباره برگردونیم به حالت قبلش. یعنی اینا انقدر استادن تو تغییر هویت افراد که من تا حالا لنگش رو نشیدم جای دیگه تو کشور دیگه این تونسته باشن یه همچین اقدامی کنن. اینه که وقتی که خب هویت رو از بین ببری و حکومت اون حکومت مثلا حکومت اسلامی ما یا حکومت مستبد باشه، یه زیاد انتظار دوری نیست که آدم بگه که خب وضعیت میشه همینی که الان. ممنونم خانم محبوبی. کنم خانم محبوبی مایکتون بسته است. میتونی چت بنویسیم؟ خب تا خانم محبوبی. بله عذرخواهی میکنم، من به خاطر اینترنتم که یک لحظه ضعیف شد از اتاق رفتم بیرون برگشتم، در خدمتتون هستم. مرسی از اینکه مایک رو برمون باز کردید که بتونم باهاتون صحبت کنم. جناب گلستان جو عذرخواهی میکنم، بخشی از صحبتاتون رو از دست دادم. تشکر میکنم به خاطر مشارکتتون. من از اینجایی که دارم میبینم شخصی فعلا برای اینکه بخواد در این بحث
مشارکت کنه نیست. حالا جناب گلستان جو اگر شما صحبتی دارید میتونید بگید و اگر دوستان آهان جناب رایی رو میبینم، دوستان مایک رو باز کنید جناب رایی رو بشنویم. مرسی. و اگه من رو هم کوهاس کنید ممنون میشم یا هاست داری. خیلی ممنون، مرسی. من نمیدونم علتی دست بالا نیوردم، فکر کردم پایان اتاقتون هست، ولی اگر ادامه داره من با کمال میل باهاتون صحبت میکنم. حتما میشنویم شما رو با کمال میل. زیاد مرسی. ببینیم جناب گلستان جو، مسائل دیگه ای هم اینا که گفتین صحیح، ولی مسائل دیگه هم مطرحه. یکی از مسائل دیگه که مطرحه و لازم از خودمون سوال کنیم، خیلی خوب، حالا آزادی بیان رو مطلق میدانیم، اما این آزادی بیان رو که مطلق میدانیم گفتگو میکنیم، حالا بدون آیا نتیجه ای هم میده؟ و اگه نتیجه نمیده موانعش کدوم هستش؟ مثال بزنم. در جوامع انسانی متاسفانه شیوع داره، در جامعه ایران هم خیلی شیوع داره، هر صاحب دینی دین بعدی خودش رو قبول نداره. مسیحی حاضر نیست حرف مسلمون رو بشنوه، مسلمون هم حاضر نیست حرف بهایی رو بشنوه. خب این که جدیدتر اومده مسائل رو بررسی کرده، دیده یه سری نیازهایی رو بود دیده شده که ایجاد شده و لازمه که اصلا بشنویم چی میگه. مسلمون لازمه بشنوه بهایی چی میگه، یا یک دینی لازمه بشنوه غیر دینی چی میگه، و غیر دینی لازمه بشنوه دینی چی میگه. ما متاسفانه گفتگو میکنیم اما این معانی هایی که خودمون درست کردیم رو بر نمیداریم. یک مانع اینه برای آزادی بیان. مانع دوم این استش که در خیلی از جوامع از جمله ایران اروپا محور و دانشگاه محوره. ممکنه یک کسی استاد دانشگاه است توی فیزیک، موقعی که سیاست میاد اظهار نظر میکنه احترام براش قائلیم. حالا تخصصش تو سیاست نیست، تو همون فیزیکه، تازه اون فیزیک هم تو رشته خودشه، نه توی همه فیزیک. این نگاه مرجع گونه هم یکی از مشکلات آزادی بیانه گفتگو هستش. یا اینکه ما بگوییم، نکته سوم این هستش که درسته که ما خرافات اینا داریم، اما یکی از نویسنده های بزرگ الان اسمش رو یادم رفته میگه که یکی از مشکلات تاریخی ما این هستش که ما از حوزه فرهنگی خودمون آمدیم بیرون، رفتیم توی حوزه فرهنگی دیگه. حوزه فرهنگی ما هند و چینه، ما از توی حوزه فرهنگی هند و چین آمدیم رفتیم توی حوزه مسیحیت و اروپا، و بنابراین همون آلودگی‌هایی که یونان به مسیحیت ایجاد کرد اونم وارد اسلام کرد و ما رو هم آورده در جایی که اصلا خودمون نمی‌شناسیم. یا ما بریدگی داریم نسبت به تاریخ قبل از اسلام خودمون. دین ما چی بوده؟ دین ما دین هدهد بوده، سیمرغ بوده، ببخشید میگم هدهد، دین سیمرغ بوده. 1400 سال زرتشت اومد، ما همتون دین سرروش خود دین سیمرغ خودمون رو داشتیم تا در دوران ساسانیان بالاخره زرتشتی شدیم، و این دین ساسانی هم همین بلایی که الان دین اسلامی سر ما آورده، دین ساسانی سر ما ایرانی آورد و موبت کشی کردیم و نمیدونم ایران میدخت ملکه ایران شده بود، برادراش باش دشمنی کردن، پوران میدخت با برادرها دشمنی، تا به جایی رسیدیم که مردم زله شدن از اون دین زرتشت قدرت مدارانه، نه دین زرتشت، دین زردشت قدرت مدارانه. و این که عرب ها آمدن حمله کردن به ایران محکوم، اما معلوم نیستش که مردمی این وسط نتوانستن مقاومت نکردن، به اندازه مقاومت کردن، معلوم نیست که به اندازه مقاومت کردن، چرا که تاریخ ایران نگاه میکنیم هرگاه در درون رژیم در درون کشور استبداد بوده توان مقاومت مردم در مقابل حمله خارجی کم بوده، و هرگاه در درون مردم قوی بودن توان دفاع از وطن خودشون هم زیاد بوده. پس بنابراین لازمه که تاریخ رو مقدس ندونیم و تاریخ رو خوب بررسی کنیم و مطلق نکنیم. یک بنابراین یکی از خصیصه های آزادی بیان این است که آنچه را میدانیم مطلق نکنیم. علم مطلق ما نداریم، بلکه ما میگوییم و تحقیق علمی فرقش با تحقیق نمیدونم دینی و نمیدونم فلسفی چیه؟
در تحقیق علمی نتیجه فقط تحقیق گفته میشه، حکم صادر نمیشه. میگوید من این تحقیق کردم، این نتیجه رو دادم. همین کافیه. کسی میپذیره یا کسی نمیپذیره. این کار علمی است. اگر این رو آمدم حکم کردم، یعنی من آمدم یه فلسفه علمی درست کردم و این فلسفه علمی رو کم دخالت ذهنی توش ایجاد کردم. یعنی چی؟ هرگاه ما در جریان عقل تجربی خودمون، در دوران تحقیق خودمون کم بیاریم در تحقیق، نتیجه رو پیدا نکنیم، عقل رو دخالت بدیم، این دخالت غیر علمی هست و کار ما رو خراب میکنه. نمونهش رو برای شما یه بار گفتم در مورد فروید. تحقیقاتش نشون نداد که زن مازوشیسته، اما ذهنش به علت اون وابستگی هایی که به دین خودش داشت و این نتیجه گرفت که بله زن مازوشیسته. تحقیقات بعدی نشون داد که این کارش علمی نبوده و از قضا زن مازوشیست نیست. زن مازوشیست وجود داره، مرد مازوشیست وجود داره، اما این زن مریض اون مرد مریض به معنی نیست که زن مریضه مرد مریضه. و بنابراین لازمه توجه بکنیم که بس علم مطلق موقعی که نداریم، یکی از خصوصیات آزادی بیان این هست که من شما رو میپذیرم، شما من رو میپذیرید بر اساس اصول مشترک و میدانم که تفاوت نظر داریم، اون حق اختلاف رو هم میپذیرم، ولی سر دوستی و دشمنی رو فراموش نمی کنم. به عنوان مثال برای شما بگم، در چین که اون فرهنگ کنفیسیوسی هستش، معتقدم موقعی که میخواین آشتی بکنین، اخلاق مهمتر از قانونه. بنابراین برای اونا حقوق، اونا اینجوری که ما توی تعریف میکنیم یا اروپایی ها تعریف میکنن ندارن. اونها معتقدن که اون اخلاق سازش و آشتی مهمتر از قانون هستش و نشان میده که ما در جوامع مختلف حتی رو تعریف حق هم به نتیجه مشترک نرسیدیم و لازمه که روی این مطلب کار کنیم که خصیصه‌های مختلفی داره و لازمه که به طور مداوم روش کار بشه. مرسی، خیلی ممنون. سپاس جناب رایی. و از ابتدای صحبت همون تا الان شما در این اشارهی که کردین، به ذهن خود من این میومد که هر زمانی که شما از حقوق صحبت میکنید و ما رو ارجاع میدید به حقوق، یک سوالی برای من به وجود میاد: کدام حقوق؟ چه حقوقی؟ با چه مشخصاتی؟ امیدوارم بتونیم یه روزی بشینیم در این مورد در مورد این تایتل و این موضوع بشنویم شما رو و اصلا با هم دیگه گفتگو کنیم و در موردش حرف بزنیم. من فکر میکنم خیلی بسیار بسیار هم پیش نیاز هست و هم جذاب هست و هم اونجا میتونیم بسیار بیاموزیم. و حالا اگه بشه حتما در این مورد این موضوع چیز انتخاب میکنیم که صحبت کنیم در مورد این حق و حقوق چیه که حالا بیایم برسیم به این مسئله‌ای که امروز در خصوص آزادی بیان بود که صحبت کردیم. و یه نکته بسیار جالب دیگه که توی صحبت‌های شما بود، مرجعیت دادن. حالا ما برمیگردیم به دین‌ها، چون دین‌ها دین بوده که قداست پیدا کرده و یه جایی دیگه اجازه ندادن ما در مقابل بیستیم و باید سکوت می‌کردیم و حالا زبان رو در کام نگه می‌داشتیم و اظهار نظری نمی‌کردیم. ولی اگه نگاه کنیم در جاهای دیگه در مورد مکاتب و مثلا فیلسوف ها و نگاه ها و نهله های فکری مختلف هم این مسئله وجود داره و یکی از گره هایی که الان من فکر میکنم ما باز داریم در هم برگردم به مسئله که امروز باهاش روبرو هستیم در اپوزیسیون، در نهله های فکری مختلف، همین قداستی که نگاهشون به اون مکتب خودش میخواد چپ باشه، میخواد میانه باشه، میخواد راست باشه، سوسیالیست باشه، لیبرال باشه، این خط‌کشی هایی که کرده و انقدر براش این مسئله قداست پیدا کرده که حتی نمیتونه بیاد گفتگو کنه با کسی که مثل خودش صحبت نمیکنه. و اینجا ما به یک انسداد گفتگویی رسیدیم در بیرون از مرزهای ایران که حالا فضای آزادی بیان هم هست و این گفتگو شکل نمیگیره. و این گره اگه بتونیم باز کنیم و اجازه بدیم به این که اون شخص با آزادی بیان از نظریات خودش رو بیان کنه و بشنویم، اون چیزی که باز من فکر میکنم توی صحبت‌های شما بهش اشاره کردین، یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که شنیدن فعالانه، یعنی در این حالی که داریم میشنویم قشنگ بشنویم ببینیم طرف مقابلمون چه داره میگه و بعد صحبت خودمون رو بیان کنیم، که خیلی وقت‌ها ما
گوش نمیدیم طرف مقابل چی میگه، داریم توی فکرمون میخوایم سریع اون جوابی که خودمون میخوایم به همون بحث موازی، صحبت های موازی و اون گفتگو و اون مونولوگ هست و اون دیالوگ شکل نمیگیره. اینا مواردی هست که توی این صحبت هایی که الان امشب انجام دادیم توی ذهن خود من به وجود اومد و میدونم که اینا همش تمرین و تمرین و تمرینه، یعنی با نشستن و حرف زدن و تمرین کردن میتونیم بیاموزیم و بعد از اون میتونیم گسترشش بدیم و نشرش بدیم که بتونیم به اون دموکراسی که لازمش همه اینهاست برسیم، دموکراسی که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. خب دوستان اگر کسی موردی نداره، خب ما میتونیم در این لحظه یعنی ساعت 20:39 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام کنیم. از نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا، من شراره محمودی به اتفاق همکارانم در این جلسه که همکارانم من شراره محمودی اگه اجازه بدین اینجایین من بزرگش کنم که بتونم اسامی رو بازخواهی میکنم اگر اینجا ادمین ها خانم رویا اسکندری و کوثر ولیزاده بودن، صدا بردار جناب محمد گلستانجو، سرور قلی‌پور بودن منشی جلسه، مهدی افشارزاده مسئول جلسه که خودم رو گفتم، امیدوارم که حالا با این چیزی که کوچیک شده بود و من از طریق تلگرام دیدم یک لحظه باز نشد برام توی کامپیوترم، اسم همه رو گفته باشم. اگر دوستان اسم کسی رو نگفتم میتونید مایک رو باز کنید و بگید که حالا زحمت دوستانمون بهدر نره. ما این جلسه رو داشتیم در خصوص موضوعات مختلفی صحبت کردیم و من تشکر میکنم از همه دوستانی که مشارکت داشتن در این جلسه، از دوستانی که مشارکت فعالانه داشتن در این جلسه و نقطه نظرات خودشون رو گفتن در خصوص آزادی بیان، در خصوص صدور حکم قضایی سنگین برای معترضین. ما در مورد موضوعها صحبت کردیم، بررسی کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان رو داشتیم و سخنرانان سخنرانی خودشون رو ارائه دادن، دوستان و همکارانمون نظریات خودشون رو بیان کردن. امیدوارم که جلسه مفیدی بوده باشه و من به عنوان مسئول جلسه اگر اینجا قصوری کوتاهی داشتم به بزرگواری خودتون ببخشید و در جلسات دیگه سعی میکنیم که با تمرکز حواس بیشتر و با قدرت بیشتر بیایم صحبت کنیم، نظراتمون رو بگیم، بیاموزیم از همدیگه و مبارزه کنیم، افشاگری کنیم در مقابل رژیم جمهوری اسلامی تا زمانی که به پیروزی برسیم و برگردیم به مام وطن و اوش وطن. خب در این ساعت و این لحظه من ختم جلسه رو اعلام میکنم در ساعت